بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. یک نیم دقیقه برنامه رو زودتر شروع کردیم که عذرخواهی کنیم از اینکه دوشنبه بدون اطلاع قبلی برنامه نذاشتیم، ضمن اینکه صبح به روال همیشگی آمدیم و نوشتیم که امروز برنامه داریم. بعد از اون یک اتفاق جالبی، اتفاق هم نبود ولی نمیدونستیم روزش کی هست، افتاد و ما مجبور شدیم بریم بیمارستان و تا 12 شب دوشنبه اونجا بودیم. اون اتفاق جالب که اتفاقا در این موردم صحبت میکنم این بود که به سلامتی اولین نوه گیر ما آمد و خیلی خوشحالم. دیروز توی فیسبوک نوشتم برای دوستان که من دیروز برنامه نداشتم، دیروز نوشتم که دیروز برنامه نداشتم، یعنی پریروز برنامه نداشتم، به این دلیل که به اصطلاح صاحب نوه شدیم و خیلی هم خوشحالیم. دوستان هی پرسیدن که چیه، مبارک باشه پسر یا دختر، گفتم فردا بهتون میگم. امروز این کراوات رو پوشیدم، شاید با دیدن رنگ این شما حد زده باشید که نوه من و همسرم دختر هست یا پسر. اگر هنوز متوجه نشدید بذارید بریم سراغ خودش و ایشون رو ملاقات کنیم. بله، این هم گل به سر ما و یکی دیگه هم دارم براتون. این و اگه هنوز هم متوجه نشدید پسر یا دختره، این یکی اینجا رسمه در آمریکا که رنگ صورتی یا پینک به اصطلاح برای دختر خانم هاست و رنگ آبی برای آقا پسرها. در هر صورت امیدوارم این خوشحالی و لذت خاص رو همه شما بتونید حس کنید و داشته باشید. اونهایی هم که زودتر از من به این به اصطلاح شیرینی زندگی رسیدن حتما میدونن و معروفه، میگن که شما در زندگی مثل یک باغبان هستید که ازدواج که میکنید اون باغ و اینها رو تشکیل میدید و بچه ها مثل درخت هستن توی این باغ و نوه مثل میوه های این درختان. در هر صورت امیدوارم که همه بچه ها سالم باشن، همه نوه ها سالم باشن و از اینکه شما دوستان هم حتی اونایی که با من مخالف هستید این دو روز آمدید و تبریک گفتید بسیار ممنون و متشکرم و امیدوارم بتونیم همین روش رو داشته باشیم که با وجودی که با هم مخالف هستیم در به اصطلاح عقیده یا باورهای سیاسی اجتماعی، ولی با هم مثل دوتا دوست، مثل دوتا هموطن بتونیم به اصطلاح صحبت کنیم. باز هم ممنون از شما. یه بار دیگه هم عکس این دختر یا نوه گل به سرمون رو به شما نشون بدم و واقعا خیلی خوشحالم. این زرافه بادکنکی هم نوشته It's a girl، یعنی بله دختر هست. و ممنون از یکایک شما دوستان عزیز که از سر تا سر دنیا تبریک فرستادید و ممنونم از علی عزیز که زودتر از همه آمده خواستگاری. گفتم قربونت برم، مگه مثل اون قدیم هاست که پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بتونن برای بچه ها و نوه ها تصمیم بگیرن؟ اینها ماشاءالله خودشون از روز اولی که میان اختیار زندگی رو دارن. و دیروز با دخترم صحبت میکردم راجع به گریه کردن بچه ها میگفت و اینها، گفتم حالا شما میفهمید که به اصطلاح پدر مادرها چه میکشن تا شما از آب و گل بیرون بیاین و به سلامت وارد اجتماع بشید. باز هم از شما دوستان ممنون. امروز ساعت یعنی 26 دقیقه دیگه
میبرمتون آلمان، میریم کلن آلمان با آقای یزدان خدابندلو. و جالبه ما دوشنبه با 3 نفر قرار داشتیم، یکی آقای سعیدی، یکی آقای یزدان خدابندلو و یکی هم آقای فرهومند از رادیو کیان ایران، که اونی که تونستم و اینها از توی بیمارستان تماس گرفتم و گفتم که با پوزش باید برنامه رو به تعویق بندازیم یا پستپوند کنیم، و این دوستان هم تبریک گفتند و قبول کردن. و اینها آقای سعیدی رو تلفنش نداشتم باهاش تماس بگیرم، ولی بهشون امروز خبر دادم که اگر وقت دارن ایشون بیان، اگر نه میذاریم برای دوشنبه آینده. آقای سعیدی وقتی که ما اون کتاب کلاس اول دبستان رو نشون دادیم که سال 1339 در ایران به چاپ رسیده بوده و من نظر خودم رو گفتم، گفتم همین کتاب نشون میده که حکومت شاه چقدر از مردم جدا بوده و خبر نداشته که در ایران چه میگذره. خیلی ها با من هم عقیده بودن. این دوستمون آقای پتریک از کالیفرنیا، دوستان دیگه همه نوشتند و گفتن، ولی اون کسی که با من مخالفت کرد و همین نشون میده که من به دوستان مخالف بیشتر به اصطلاح توجه میکنم، آقای سعیدی بود که در این رابطه میخوان صحبت کنن. امیدواریم ساعت 3 بعد از ظهر که میشه 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با ایشون باشیم، ولی قبل از اون ساعت 2:30 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو هستیم، کسی که مقاله ای رو نوشت و خیلی بحث انگیز شده به نام جمهوری ایرانی هویت جمهوری، بله جمهوری ایرانی. بعد سوالای دوستان فرستادن، خیلی از دوستان خوندن گفتن خیلی طولانیه، حوصله سر میبره، بیشتر به شعار میمونه، و آقای یزدان خدابندلو دعوت ما رو قبول کردن که بیان در این مورد صحبت کنن ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا. من توی برنامه ها گفتم که لطف کنید، حمایت کنید، هم به صورت مالی از تلویزیون مردم که این بلندگو باز باشه برای دیگران، هم به صورت معنوی به قول آقای جاوید شهافر به قلمی، به درمی، و ایشون میگه که درم مهمتره، چون اگر این باز نباشه شما حالا هرچی هم قلم بزنی یا بنویسی و اینها فایده‌ای نداره. لطف کنید این لینک ویدیوهای ما رو یا وبسایت ما رو یا برنامه‌های ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. پس دوستان، حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. ممنونم از شما. کتاب اول دبستان شاه را به شما نشان دادم، حالا بریم به مدرسه رفتن در زمان شیخ رو با هم ببینیم. وقتی که من بارها گفتم متاسفانه دیکتاتور سر کار هست، به دلیل همون فاصله‌ای که با مردم میگیره از همونجا شروع میشه. اولا سعی میکنه خودش رو زندانی کنه توی ماشین‌های ضد گلوله، توی ساختمان‌های دیوار بلند، و از اون ور سعی می‌کنه مردم را هم زندانی کنه توی کشوری که به اصطلاح کتاب ممنوع باشه، اینترنت ممنوع باشه و الی آخر. من و شما صابون 2 تا دیکتاتور به تنمون خورده و می‌دونیم چی میگیم. امیدوار باشیم که حکومت بعدی پند بگیره، و من خیلی متاسفم که این حکومت ها پند نمیگیرن. اون شعری رو که کلاس 5 بود میخوندیم از ایوان مدائن، هان ایدل عبرت بین، هان ایدل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. امروز من برنامه رادیو کیان ایران رو گوش میکردم، یه جورایی معتاد شدم، 3 ساعت گوش میدم و اتفاقا من ضبط نمیکنم، خود این دوستان توی سوئد ضبط میکنن، بعد از اونجا ارسال میکنیم و اینجا میذاریم روی یوتیوب و اینها. در برنامه آقای سرهنگ فرهومند داشتن در مورد به اصطلاح
این آشتی ملی و چیزهای اینجوری صحبت میکردن. البته ایشون میگفت نمیشه، امکان نداره، چجوری میشه آشتی ملی باشه وقتی که اینها این همه افراد رو بیگناه و باگناه کشتن. و من تماس گرفتم، گفتم اگه مایل باشید و وقت داشته باشید من چند دقیقه صحبت کنم. با ایشون صحبت کردم، در حین صحبت ها من شنیدم که وقتی ایشون داشت صحبت میکرد متأثر شد و خیلی خوشحالم دوستان. متاسفانه به ما یک آموزش بدی دادن که مرد نباید گریه کنه، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، و ماها فکر میکنیم اگر گریه کنیم، اگر متاثر بشیم، این نقطه ضعف ما هست، در صورتی که برعکس این نشون میده که ما چه انسان بزرگی هستیم، چه قلب بزرگی داریم. و هزیتیت کردن میشه، یعنی خودداری نکنید. اگه یه جا واقعا اشکتون در میاد، بغض گلوتون رو میگیره، این رو ابراز کنید تا دیگران هم بفهمن که شما هنوز قلب دارید و بیرگ و غیرت و بی احساس و بی قلب نشون. چون صحبت از رادیو کیان ایران هست و ما روزی 3 ساعت برنامه های اینها رو پخش میکنیم و هم خیلی از دوستان لطف کردن، تشویق کردن که بله بالاخره تلویزیون مردم حالا یک صورت مردمی گرفته و اینها، خیلی از شما دوستان هم اعتراض کردید که ای آقا یه جایی بود که نمیدونم طرفداران پادشاهی نبودن، شاه اللهیان نبودن، اینجا ما آمدن. من میخوام به شماها اعتراض کنم که اعتراض کردید، مثل دوستمون آقای دکتر عباس. ببینید آقای دکتر عباس، اگر قرار باشه تلویزیون مردم به یه نفر به دلیل اینکه طرفدار پادشاهی هست برنامه ندیم، یعنی چی؟ یعنی من اینجا سانسور کردم، همون کاری که اون تلویزیون های پادشاهی میکنن درباره دیگران، حتی دوستان خودشون رو یکی یکی سانسور میکنن. و دیدید در رابطه با تلویزیون ایران آریایی که اصلا اسمش ببخشید درسته که هم ایران خوبه هم آریایی خوبه، ولی مجموعه این اسم برای تلویزیون یه اسم چندشاور و یه اسم تبعیض برانگیزه، یعنی نشون میده که این طرف ریسیست، راسیست یا نژاد پرست. دیدید که آقای مهدی وطنخواه، آریان وطنخواه، حتی یاران خودش رو تحمل نکرد، از سعید سکویی گرفته تا سعید شمیرانی، و ما اینجا این رو نشون دادیم. شاید همین یه تعریف خوب باشه که آقا این سوربی اگر اون موقع طرفدار سلطنت بوده بعدن فهمیده سلطنت دیگه در قرن 21 فایده ای نداره، من قرن 20 فهمیدم 1987 فایده ای نداره و از شاه و شاه بازی چیزی نخواهد ماند جز برگ بازی، 4 تا شاه توی اون ورق بازی و اینها. و باز در رابطه با جمهوری ایرانی و هویت ملی و اینها، وقتی با آقای یزدان خدا بنده لو صحبت میکنیم به این نتیجه میرسیم که آقا شما هی به ما نگید مثل پادشاهی در سوئد، مثل پادشاهی در فلان کشور، در اسپانیا فلان اینها. اون شرایط اقلیمی و جغرافیایی رو هم باید در نظر بگیرید و شاید همین باشه که شماها بتونید با غرور وایسید جلو اون دوستان بگید نگاه کن برو از تلویزیون مردم یاد بگی که از طرفدار جمهوری اسلامی میتونه اونجا برنامه داشته باشه تا طرفدار پادشاهی، از چپ چپ تا راست راست، از بادین بادین تا بیدین بیدین. در صورت من ممنونم و حقیقتا یه جورایی به خودم افتخار میکنم که تونستم این برخلاف عقیده خودم اجازه بدم دیگران هم بیان و صحبت کنن و بدونم که اونها مخالفین من هستن نه دشمنان من. در همین رابطه یکی از دوستان افشین و داریوش، افشین از اون ور دنیا، داریوش از اروپا، با هم بحثشون شده بود، بحثی بسیار دوستانه که از هر دوی این عزیزان ممنون هستم. و چقدر قشنگ خودشون به همدیگه جواب دادن که بله این تلویزیون مردمه که میذاره این بیاد و به من حق میده اعتراض کنم، پا
پاک نمیکنه، به شما هم حق میده به من اعتراض کنید. در صورت ممنونم از هر دوی این دوستان و امیدوارم هم داریوش که در کارهای رادیویی تجربه داشته و همین دوستمون افشین که قشنگ مینویسه و آدم خوبیه، جوان منطقی هست، در تلویزیون مردم بتونن برنامه داشته باشن. و اما 28 صفحه اسم یک برنامه بود که چند شب پیش از تلویزیون پخش شد در برنامه 60 مینیت. و اگه یادتون باشه من بارها در این مورد صحبت کردم که ماجرای سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر 2001 خیلی ماجرای پیچیده‌ای هست و زمان باید بگذره تا این باز بشه و حقایق به اصطلاح پنهان آشکار بشه. حالا خود آمریکا که آمد یک کمیسیونی رو گذاشت و حدود 5 میلیون کاغذ و پرونده و اینها رو بررسی کردن و یک کتاب نوشتن 400-500 صفحه، شاید 1000 صفحه، 900 صفحه. بعد حالا معلوم شده که اینها 28 صفحه رو چاپ نکردن. الان دیگه کم کم داره میشه 20 سال. چقدر؟ 2001 تا 2011 10 سال، 5 سال، 15 سال گذشته. 28 صفحه رو چاپ نکردن. الان نماینده های آمریکا میگن آقا دولت، ملت، هر کی، بیاین اینا رو چاپ کنید. توی این 28 صفحه نشون داده شده، ثابت کردن که دولت عربستان سعودی دست داشته در این مسائل و عربستان سعودی هم فوراً به جنب و جوش افتاد که نه اینجوری نبوده و اینها. و اگر کسی درباره این 28 صفحه و درباره ماجرای 11 سپتامبر 2001 مایل هست صحبت کنه، من خوشحال میشم که مهمان برنامه من باشن یا در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. همیشه میگن که یه چیزی که اتفاق میفته یه اتفاق بد، ازش اتفاقات خوبی هم به اصطلاح سرچشمه میگیره و بیرون میاد. یکی از چیزهای خوب برای جامعه ایرانی به نظر من، دوستان ممکن نظر شما فرق کنه، امروز خانم لیلا میلانی حتی برای من نوشته بود که من با نظر شما مخالفم و بهشون گفتم میتونید مخالف باشید ولی نظر من اینه. به نظر من یه اتفاق خوبی که افتاد در جامعه ایرانی این بود که بلافاصله بعد از ماجرای سپتامبر 11، با وجودی که یک دونه ایرانی نبود در این ماجراها و این 19 نفر 15 تاشون تبعه عربستان سعودی بودن، 4 تای دیگه‌ش هم مال همون دور و برا و به اصطلاح مزدور عربستان سعودی، ولی ما دیدیم که حمله ها بیشتر به کشورهای مثل ایران و سوریه و اینها رفته. یه سازمانی درست شد که امروز من و شما به اسم نیاک میشناسیمش، National Iranian American Council، یعنی شورای ملی ایرانیان آمریکایی یا آمریکاییای ایرانی تبار. و اگه اشتباه نکنم اول آقای امیر احمدی بوده و تریتا پارسی، بعد آقای امیر احمدی جدا شده یه شرکت دیگه ای داره، یه سازمان دیگه ای داره که اتفاقا 15 آپریل ایشون توی بی بی سی اگه اشتباه نکنم توی لندن یه مناظره ای داره با آقای فرخ کی، خدایا اسمش یادم رفته، براتون میخونم، اینا رو گذاشتم براتون میخونم. در هر صورت اینها دیدن که احتیاج هست به وجود یه سازمانی که بیاد از طریق روش‌های خود آمریکایی‌ها به آمریکایی‌ها بگه ما ایرانی‌ها تروریست نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. این سازمان دید با روش خود اینها باید بیاد و افرادی که آمدن به اصطلاح این کار را انجام بدن رفتن دنبال دانش سیاست آمریکا که یاد بگیرن این علوم سیاسی، مثلا political science داریم، علوم سیاسی چجوریه، باید چه کار کنیم، روشش چیه، مراحلش چیه. و امروز بعد از چند سال میبینیم که سازمان نیاک وقتی میاد به من و شما میگه که یه همچین خطری هست، بیش از 100,000 ایرانی به این فراخوان پاسخ میدن، تماس میگیرن با نمایندگان مجلس، تماس میگیرن با سناتورها و اون تومارها و پتیشن ها رو
امضا میکنن و پر میکنن. در همین روابط، چون ما از هر دری سخنی و از هر جا چیزی میگیم، امروز دوستی برای من یک نامه ای رو فرستاد که این نامه دادگاه آقای حسن دایی و تریتا پارسی یا شرکت سازمان نیاک هست و همچنین آقای نیاک یک آقای تریتا پارسی یک مسابقه کرده با آقای فانی که اون رو هم روی فیسبوک گذاشتم و جالبه، هم آقای حسن دایی میگه برنده شده، هم آقای تریتا پارسی میگه ما نباختیم و این رو ما واگذار میکنیم به شما، چون در سیستم قضایی آمریکا به همین سادگی نیست که اگر یک اوردری صادر شد، جاجمنتی صادر شد و یه حکمی صادر شد که آقای تریتا پارسی، شما که آمدی گفتی آقای حسن دایی به ما تهمت زده و اسم ما رو خراب کرده، بردیش دادگاه، نخه اینشون همچین کاری نکرده و میگه که من فکر کردم اینها با آخونده هستن، حالا شما باید اینقدر غرامت بدید به این. اولین سوال اینجا پیش میاد، آقای حسن دایی در خیلی از برنامه ها به خاطر اینکه خودش رو از سازمان مجاهدین دور کنه میگه که وکلایی که برای ایشون کار کردن مجانی کار کردن، پرو بونو. اون دولت، شما مثلا وقتی اشکالی پیش میاد اگر پول نداشته باشی برای وکیل، یه وکیل تسخیری گویا یه هم چیزی بهت میدن، اینجا میگن پرو بونو، یعنی یه کسی که دفتر حقوقی داره، مثل میزنیم 40 تا پرونده اگه داره یه دونش هم باید مجانی کار کنه و اینها. ولی جالبه که توی مخارج دولت و توی مخارج دادگاه حدود 190 هزار دلار، 180 هزار خورده گفتن خرج شده. من نامه روی فیسبوک برای آقای حسن دایی نوشتم که اگر بیاین چند دقیقه با ما باشید در این مورد صحبت کنید، که هنوز جوابی نگرفتم، امیدوارم که ایشون بیاد و در این مورد صحبت کنه. در رابطه با اون برنامه 11 سپتامبر که خب از داخلش یه چیز خوبی اینجوری پیش اومد که ایرانی ها ببینن نمیتونی شما اینجا بی صدا باشی، باید بلندگویی داشته باشی، باید کسی باشه قانون اینجا رو وارد باشه و برای شما صحبت کنه، نیاک به وجود آمد. بعضی ها باور دارن که داعش خوبه، حتما اگه من به شما بگم داعش خوبه شما میگید این دیوانه شده، کجای داعش خوبه؟ دو تا فیلم داریم، یکی بریم اول فیلم اون مدرسه رو ببینیم، چون راجع به مدرسه و اینها صحبت کردیم، اول فیلم این مدرسه ایران و رفتن بچه ها به مدرسه، ببینم که درست گذاشتم این رو یا پلیر تو. نه متاسفانه ایران اسکول اشتباه گذاشتیم و با رانندگی و اینها که میگه این ماشینای پراید، بعد یکی نوشته بود آقا این ماشینای پراید خیلی هم اشکال نداره، این راننده ها هم هستن که یک کمی وحشی بازی در میارن. نمیدونم چرا اشتباهی این رو گذاشتم و بیایم فعلا به داعش گوش کنید، به اون مزیت داعش از نظر این دوستمون، از منظری دیگر. از منظری دیگر نمیدونم برنامه کی بود ولی اسمش آشنا هست. اجازه بدید ذهنم رو سخت. آها، من هم آثار تمدن بذارید از اول براتون پخش کنم، ازتون عذر می‌خوام. ظهور داعش بی‌هایی هم داشت، سالها بود یک سوال بزرگ ذهنم رو سخت. ظهور داعش خوبی‌هایی هم داشت، سالها بود یک سوال بزرگ ذهنم رو سخت درگیر کرده بود، من هم آثار تمدن 2500 ساله هم بود. چرا فقط یک تخت جمشید و یک پاسارگاد ویران به جامانده است؟ درسته که یک چهارم موزه لوور متعلق به تمدن ایرانه، ولی همچین تمدنی باید وسعتی بزرگتر از لوور داشته باشد. پس کو؟ چرا هیچ دست نوشته‌ای نیست؟ فقط منشور کوروش بزرگ مگر میشود؟ و خیلی مسائل و چراهای دیگر. حقیقتا داشتم به وجود همچین تمدنی شک میکردم. داشتم کم کم جمله متحری را که میگفت دین اعراب برای ایرانیان همانند آب گوارایی بود که به گلوی تشنه خوش آمد و به همین دلیل ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتن را باور می‌کردند. تا اینکه ناگهان داعش آمد. داعش آمد و موش را نشانه خروار کرد. تمام کتاب‌ها را سوزاند. از کتب تاریخی تا کتب علمی
همه را به جرم شیطان پرستی و ضدیت با خدا یک تا آتش زد. داعش تمام آثار باستانی چندین هزار ساله را تبدیل به تپه‌ای از خاک و خاکستر کرد، شهرها را ویران کرد، انسانها را از محل سکونتشان فراری داد و همه کاخها و آثار تمدن باستانی را به جرم بت‌پرستی ویران کرد، به نوعی که یک روز بعد اثری از آن باقی نماند، چه برسد به هزار سال بعد. داعش و اعتقادات آنها مستند زنده‌ای از اعراب و باورهای ظالمانه آنها در 1400 سال پیش است. داعش زبانهایی را که شکوه و ابهت مناطق اشغالی را بازگو می‌کرد از قلقم بیرون کشید و اجازه نداد حتی کودکی از خاطرات گذشته تاریخ کشورش حرف بزند. داعش همه را به وحشت انداخت و با گلوله و آتش افکار آنها را پاکسازی نمود تا دیگر کسی نه جرأت حرف زدن از گذشتهش دار داشته باشد و نه چیزی به یادش مانده باشد. اینا که پس از 1400 سال این گونه تجاوز و سربریدن انجام میدهند، ببین در زمان حمله به ایران در عهد ساسانی چه بر سر ایران متمدن و یکتاپرست نیاکانمان آوردند. اینجا بود که فهمیدم چرا هیچ دستنوشتی از تمدن کهن ما باقی نمود، چرا تنها یک کتیبه از پستوی خانه‌ای پیدا شد و چرا دانشمندها پس از هزاران سال تنها ذره‌ای از تمدنی به آتش کشیده را از زیر خروارها خاک بیرون کشیدند. داعش خیلی خوب پاسخ تمام پرسش‌های بسیاری از ما را داد، به طوری که با تمام وجود معنی کتاب دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرین‌پور در آغاز حمله ایران به سرزمین ما را با تمام وجود حس کردم. یای درود بفرستیم بر روان همه زنان، مردان و کودکانی که در برابر وحشیگری و تجاوز اعراب به سرزمین ما در 1400 سال پیش ایستادند و به شهادت رسیدند، و همه سرداران دلیری همچون بابک خرمدین، مازیار و ابو مسلم خراسانی که با تمام وجود در برابر عرب شدن ایرانی ایستادگی کردند و امروز در سرزمین خود نه نامی دارند و نه زیارتگاهی. خب ممنونم دوستان، من حین پخش این ویدیو داشتم دنبال اون ویدیویی میگشتم که از رفتن بچه ها به مدرسه در ایران تهیه شده بود. متاسفانه فکر میکردم روی فیسبوک هم گذاشتم، اونجا هم پیدا نشد. به نظر میرسه که ارواح خبیثه آمدن و از دوشنبه تا حالا که ما نبودیم این ویدیوها رو به اصطلاح جابجا کردن. حتما براتون پیدا میکنم و نشون میدم. ما تا 3 دقیقه دیگه میریم به سراغ آقای یزدان خدابندلو از آلمان. امروز داشتم رادیو کیان ایران رو گوش میدادم و شنیدم که تبلیغ‌های مختلفی دارن، از رستوران گرفته، از دکتر، از دادگاه، همه اینها. یکی هم تبلیغ یه تاکسی بود، شرکت تاکسیرانی، و یادم میاد که ما هم در تلویزیون مردم یک آگهی داشتیم و چه خوب که اون کسی که تاکسی داره، حتی اگه تاکسی داره شماره تلفن و اینهاشو به صورت آگهی بذاره که اگه یک کسی کار داره از یه شهر دیگه‌ای، مادرش اینجاست، پدرش اینجاست، میخواد که به اصطلاح یه نفر پدر مادرش رو ببره دکتر رو بیاره و اینها، خب با شما تماس بگیره. همین که شما فارسی میدونین، همین اون اطمینان، هم وطن بودن و اینها. دوستان همش فکر این نباشین که من اگر امروز آگهی بدم باید همین امروز تا شب 30 نفر به من زنگ بزنن. یکم فکر این باشیم که این جامعهمون منسجم باشه و اگر من امروز یه دکتر فارسی زبان بخوام بتونم در عرض 1 دقیقه پیدا کنم. شما اگه بخوای یه راننده تاکسی فارسی زبان پیدا کنی بتونی همین کار انجام بدی، یه مکانیک فارسی زبان همین کار، دکتر همینجور و الی آخر. در صورت باز هم خوشحالم که این دوستان آقای فرومند و همکارانشون همکاریشون رو به اصطلاح با ما شروع کردن و ما هم خوشحالیم اگر دیگر دوستان هم بیان و ویدیوهای مختلف، برنامه‌های مختلف رو در تلویزیون مردم پخش کنن. من حتی با آقای امیر احمدی که داره میره لندن، که فرخ نگهدار، که با فرخ نگهدار مناظره ای داشته باشه، گفتم که شما میتونی این رو از تلویزیون مردم هم پخش کنی و ایشون گفت که
بله خود اینها پخش میکنن، اینها گفتم میدونم. خب اون که میخواد مناظره بذاره برنامه رو پخش میکنه، ضبط میکنه، ولی شما میتونید اگر اونجا فقط یک بار پخش میکنن، یک بارم باز پخش میکنن، شما میتونید اینجا چند روز به اصطلاح این کار رو انجام بدهید. دوستان الوعد وفا، بعد از مدت ها که به شما قول دادیم و گفتیم که با آقای یزدان خدا بندلو خواهیم بود، ایشان همین الان روی از طریق فیسبوک با هم در تماس هستیم و من ضمن این که پریروز به ایشون گفته بودم که یک به اصطلاح این اتفاق افتاده و من در بیمارستان هستم و ایشون هم خیلی با مهربانی مثل یک برادر بزرگتر قبول کردند و اینها، باز هم امروز ازشون عذرخواهی میکنم، چون من روی برنامه گفته بودم که دوشنبه با ایشون هستیم، طبق قانون و مرام میدیا باید روی برنامه از ایشون پوزش بخوام و امیدوار باشم که ایشون قبول کنن. آقای خداوند لو، به شما خدا خوش آمد میگم و خوشحالم که بالاخره فرصتی شد من و شما با هم صحبتی داشته باشیم. اگر لطف کنید سلام احوال پرسی با دوستان و به طور خیلی خلاصه 2-3 دقیقه بگید که آقای یزدان خداوند لو کیست، این اسم یزدان و خدا و بنده و اینها چجوری همه در اسم و فامیل شما به اصطلاح رقم خورده، تا بعد بریم سراغ اون مقاله پرسر و صدای شما، جمهوری اسلامی هویت، جمهوری ایرانی هویت ملی. بفرمایید، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. درود بر شما آقای سوروی و جمعی بینندگان رادیو تلویزیون شما. صدا میاد؟ بله بله، لطف کنید بگید که آقای یزدان خدابندلو کیست، برای دوستانی که احیانا امروز اولین بار هست که صدای شما رو میشنونه و تصویر شما رو میبینه. بله، من یزدان خدابندلو هستم، مقیم در شهر کلن آلمان، متولد تهران 1328 و الان تقریبا 31 سال در آلمان زندگی میکنم و مدت 20 سال در بیمارستان میرهایم در مقام پوک کار کردم، در ایران علوم آزمایشگاهی خوندم و اینجا هم بعد از اینکه اون پاس گرفتم و مقدمات 1 سال دوره زبان رو گذروندم، یه به قول آلمانیا بیورگونگ نوشتم، یه تقاضانامه برای محیط کار برای کار فرستادم و در همین شهر میرهایم اینجا یه پست پیدا کردم، یه محل کار در انستیتو پاتولوژی و در اونجا مشغول شدم. پاتولوژی یعنی آسیب شناسی دیگه نه؟ بله، پاتولوژی یعنی آسیب شناسی. بعد در اونجا به صورت پیوسته ناپیوسته مدت 20 سالی کار کردم تا همین 5-6 سال اخیر که من رو بهش گفت میگن که فرو رنده، یعنی بازنشستگی زود رس، و گفتن که خب حالا شما، چون هر سال به سال قرارداد جدید با من می نوشتن و استخدام رسمی دائمی نمی کردن. فکر کنم تو ایرانی می گفتن بازخرید، اونایی که زودتر از بازنشستگی یک مبلغی بهشون می دادن. فکر کنم، مطمئن نیستم، در صورت نه نه نه، اینو فرو رنده بهش میگن، یعنی بازنشستگی زودتر از موعد، یعنی شما در 65 سالگی باید بازنشسته بگی بشی، میتونی مثلا تقاضا کنی در 55 سالگی من میخوام بازنشسته بشم. بسیار عالی. و اینا شما رو میذارن توی اون چیز بازنشستگی، متا حقوقتون رو مثلا من اون روزی که اولی که مثلا به چیز شدید قراردادتون با اون بیمارستان قطع شد، خب 70-72% حقوق شما رو اون سال اول میپردازن، در قرارداد بعدی همینطوری هی 10% میاد پایین. من مثلا میبینی 5-6 سال که گذشت حقوق شما انقدر بیاد پایین که در حد همین مقداری که برای بیکاران یا مثلا توی سوسیال آمت چیز هستن، از سوسیال آمت میپردازن. خب حالا که در مورد بازنشستگی و بازنشستگی زودرس صحبت کردیم،
چرا این کارو میکنن؟ این کارو میکنن که بازار کار باز بشه برای دیگران که بیان کار کنن. درست گفتید، بله. برای اینکه خب خیلی الان هستن که حدود مثلا بین 20 سال 25 سال داره کار میکنه، اینا رو میگن که خب شما بفرمایید، برای اینکه نسل جوان انقدر زیاده و آربایسام اداره کار ما اینجا مثلا میره 4-5 میلیون بیکار روی دوششه، اینا رو سعی میکنه که بذاره سر کار در شاخهای گوناگون، و در شاخهای گوناگون هم دولت تربیت کرده. این هستش که این باز چیزهایی که کارمندهایی که 20 سال 25 سال یا بیشتر کمتر سابقه کار دارن، از اینا دعوت میکنن شما بفرمایید برید خونه و استراحت کنید، و نسل جوان رو به کار میگیرن به خاطر این هستش که بحرانهای اجتماعی رو بیارن پایین. بسیار ممنونم. ای کاش تو آمریکا هم این رسم بشه، چون اینجا تازه از یه کاری که بازنشست میشن میرن یه جای دیگه، و بعضی وقتا میبینی طرف 80 سالشه و تنها دلیلش اینه که من بشینم خونه چه کار کنم. ضمن اینکه اگه یکی بهش بگه خب برو اینجا، شما میتونید برید. بله بله، من الان مثلا ببینید به عنوان پاتولوگ میتونم به بیمارستانهای دیگه، یعنی دولتی نباشن، بنویسم و بگم پاتولوگ هستم و تجربه کاری 25 ساله دارم، و اونا از من میتونن استفاده بکنن. حقوقی هم که میدن خب باید اعلام بکنم از دولت چقدر میگیرم، و خب میتونم درآمد زیادی داشته باشم. بگذاریم از اینی که هر فردی که بازنشست میشه یا منتظر خدمت میشه یا به هر نحوی که حقوق بیکاری میگیره یا سوسیال آمپ داره پول میگیره، میتونه یه چیزی معادل 450 تا یورو در یه جای کار پیدا بکنه بدون اینکه دولت با اون کار داشته باشه، یعنی حقوق دولتیشو بهش میپردازن به اضافه اون 450 تا رو در جای کار بکنه. مثلا بره مثلا در روز 2 ساعت تاکسی برونه، 5 ساعت تاکسی برونه، یا بره توی پیتزاتریا کار بکنه، یا هر جا که دلش میخواد، تا 450 تا بیشتر از اون باشه دولت میاد سراغش میگه مالیات ما رو بده. بسیار ممنونم. خب من یکی از پرسش هام پاسخ داده شده بود و داده شد، و این بود که شما چرا به نوشتن این مقاله دست زدید. حالا فهمیدم که چون شما آسیب شناس هستید، بعد از اینکه آسیب شناسی در رشته پزشکی به اصطلاح وقتی پیدا شده، آمدید و آسیب شناسی اجتماعی سیاسی کردید و این مقاله جمهوری ایرانی و هویت ملی رو نوشتید. خیلی از دوستان شکایت کردند که چرا این مقاله اینقدر طولانیه. البته میدونم خب بعضی وقتا هیچ چاره ای نیست، اگر آدم بخواد از سر و دومش بزنه دیگه چیزی باقی نمیمونه، ولی آیا فکر این رو کردید که این رو به صورت مختصر تر به اصطلاح ارائه بدید؟ یا به شما هم دوستان گفتن که این نسبتاً طولانی هست یا نه؟ خیلی سوال خوبی کردید درباره این مسئله آسیب شناسی. شما میدونید که در آسیب شناسی در آزمایشگاه ما روی بافت های بدن کار میکنیم، یعنی بافت پوست و بافت عضله و بافت استخوان و بافت خون و چربی و مغز و اینا کار میکنیم و نگاه میکنیم تو دوتا شاخه. شاخه اولیش این هستش که آسیب از بیرون خورده یا آسیب از درون خورده. از بیرون خورده باشه که خوب مشخصش میکنیم، و آسیب از درون خورده که بسیار بسیار وسیع و گسترده هستش، در اونجا باید توضیح بدیم که چرا این آسیب دیده. خب حالا من به عنوان یک آسیب شناس وقتی که توی آزمایشگاه روی بافت دارم کار میکنم، میتونم از این تکنیک، یعنی نگاه آسیب شناسی، این نگاه رو معطوف به جامعه کنم. منتها وقتی که انسان در جامعه میخواد معطوف وقتی میکنه، یه تفاوتی بین آزمایشگاه هست. در آزمایشگاه شما با میکروسکوپ اوبیکت رو، موضوع رو، یعنی چیزی دیگه میخوای شناسایی بکنید و باید آگراندیسیمانش کنید، بزرگش کنید تا بتونید ببینید نسوجش رو. اما در جامعه قضیه فرق میکنه. سیستم اینطوری هستش که در جامعه باید نگاه، توانایی نگاه از دور رو یاد گرفته باشید. مزیت توانایی نگاه از دور در این هستش که زاویه دید شما باز میشه، افق مورد مطالعتون پهناوره، در نتیجه کلیات رو میبینید، و در همین نگاه معطوف بر کل هستش که شما بسیاری منشأ بسیاری از جریان ها، نارسایی ها و خیلی چیزهای دیگر رو میبینید. خب حالا من این نگاه آسیب شناسایی رو متوجه جامعه میکنم، منتها در جامعه تنها این ابزار کافی نیست، باید پشتبانه فرهنگی درباره جامعه داشته باشی، یعنی اینه که تاریخ باید خونده باشی که شرح وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده، و
فلسفه تاریخ باید شما خونده باشید که چگونگی چیستی و چرایی اون اتفاق افتادارا و اون حادثه ها رو توضیح میده. به این باید مسلح باشید و طبیعتاً یه دایره واژگانی بزرگ در اختیار داشته باشید برای فرموله کردن و انسجام مطلب. بسیار ممنون. من نگاهم رو از آزمایشگاه برگردوندم به جامعه و چون فلسفه هم خوندم، یعنی من باور کنین آقای سربی از 12 سالگی با کیهان بچه‌ها مطالعه رو آغاز کردم و تا امروز که مثلا 65 سالمه مثل موتور سیستماتیک کتاب بخونم و این مطالعه پیگیر و سیستماتیک خب طبیعتاً پشتوانه فرهنگی منو برده بالا، دایره واژگانیم رو برده بالا، یه موضوع رو به راحتی میتونم به انواع مختلف بچرخونمش و توضیح بدم. روی این حساب هستش که حالا در آسیب شناسی چون اون فلسفه رو و منطقه سوری ارسطویی رو یا تکامل یافتهش دیالکتیک رو خوندم، اون چهار اصلش رو، اصل ارتباط رو، اصل حرکت رو، اصل تضاد رو و اصل تکامل رو که خوندم، مسلح به این شدم به پیرامون خودم که نگاه میکنم انبوهی از تضاد و تناقض رو میبینم و اون مسلح بودن به آسیب شناسی هم توضیح میدم. به همین خاطر هستش که امروز من فعالیتم رو در فیسبوک قرار دادم و از فیسبوکم باید خیلی تشکر کنیم که رسانه ای رو در اختیار ما قرار داده که بدون واسطه میتونیم با نسل جوان، نسل پیر، میانسال، با همه در جامعه ایران ارتباط برقرار کنیم. من امروز یه دونه مقاله رو می‌نویسم بر اساس نیاز روز، ببینم که چیزی هست و اون رو میذارم تو ده ها گروه پرجمعیت و بین میلیون ها نفر تقسیم. فردا نگاه میکنم میرم انبوهی مطالب اومده، خب دونه دونه بهشون جواب میدم، پاسخ میدم و خیلی چیزهای دیگه. بفرمایید. بسیار ممنونم. در رابطه با این مقاله‌ای که نوشتید سوالای زیادی هست. من اون روز حتی به دوستان گفتم که من وقتی این رو خوندم شنبه و یه شنبه وقتی داشتم باز بیشتر این رو خوندم و شما هم لطف کردید گفتید که به هر پرسشی پاسخ خواهید داد و هر نظری رو میشنوید. ما وقتی به کلمه جمهوری میرسیم، مخصوصا بعد از تجربه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داشتیم، یه مقداری هزیتیشن یا اون خود رو نگه داشتن برامون پیش میاد، مخصوصا افرادی که از حکومت پادشاهی دل سرد شدن، از حکومت سلطه و سلطنت و رو آوردن به جمهوری، بعد یه وقت این رو دیدن، حالا این سوال پیش میاد که این ماجرای نظام جمهوری اصلا چگونه نهادی است و چرا اسمای مختلف داره؟ خب ببینین، من حدود ده، من وقتی که اومدم به شما مراجعه کردم به خاطر اینکه دیدم در این رسانه و تلویزیونتون افراد مختلف رو دعوت میکنید بیان حرفشون رو بدن. بسیار خوب، منم 10 سال پیش متوجه شدم که ما در جامعه همون یک نظام جمهوری مستقر کردیم، اما تا کنون در ظرف این 37 سال من در جایی برخورد نکردم که کسی بیاد درباره مزایای نظام جمهوری و مضرات سلطنت توضیح بده و توضیح بده که چرا ملت ایران سامانه 2500 ساله شاهنشاهی رو سرانجام بساطش رو برچید و نظام جمهوری اعلام کرد. و ما چون در ظرف این، یعنی من دارم میگم این پابسن گذاردگان ما، کسایی که الان بالای 60 65 70 75 دارن، اینا قصور کردن درباره نظام جمهوری بحث نکردن، درباره مزایاش بحث نکردن. یک ملت بزرگ مریض نیست که میاد یک سامانه رو جمع میکنه و یک نظام دیگه رو سر جاش میگذاره. یکی از این متفکرها گفته بودن که ملت بزرگ هرگز اشتباه نمیکنه. درست میگه. ما هم اومدیم، یعنی ملت ایران اومد نظام سامانه شاهنشاهی رو بساطش جمع کرد و جمهوری اعلام کرد. منتها در ظرف این 37 سال متاسفانه درباره مزایای نظام جمهوری، کارآمد بودن این نظام که در نفس خودش یک نظام پویاست و نظام سلطنت یک نظام ایستاست، در این مقاله من مرتب درباره پویایی نظام جمهوری و ایستایی نظام سلطنت دارم این بحث بکنم تا متوجه بشن
که این نظام جمهوری به خاطر وجود اون انتخابات که هر 4 سال به 4 سال داره اجرا میشه، که اگر صحیح اجرا بشه ملت برای تعیین رئیس دولت از بین 80 میلیون میتونن یک نفر رو انتخاب بکنن، نه اینه که برن توی خانواده‌ای که فسیل شده برن اونجا یکی دیگر رو باز دوباره بیارن بذار اونجا. ما 2500 سال سامانی سلطنت رو تجربه کردیم، انواع احزاب پارلمانی و سلطانی و غیرش همه رو مورد بررسی قرار دادیم، آخر سر تصمیم گرفتیم که بساطش رو جمع کنیم و بس جمع کردن بساط اینم آهنگش رو از انقلاب مشروطه خورده بود، ناموس بخشیدن نظام سلطنت. متأ در اون موقع اون بازوی اجرایش نداشتیم، یعنی انسان ناراضی در ابعاد میلیونی که بریزه بیرون و بزنه جمع کنه بساطشو و نظام جمهوری اعلان کنه. ما درباره نظام جمهوری اصلا بحث نکردیم که این چه مزایایی داره. این یه نظامی هستش پویاست، اکثر کشورهای دنیا حتی اونایی که مثلا مثل انگلیس و نروژ و سوئد و دانمارک اینا هم که پادشاهی دارن، پادشاه کاری نیست، قدرت سیاسی در دست احزابه و مثل جمهوری داره عمل میکنه. خب ما چرا درباره نظام جمهوری بحث نمیکنیم؟ به همین خاطر بود که 10 سال پیش ضرورت اینو من تشخیص دادم که باید درباره این مطلب نوشت و گفتم که بیایید درباره جمهوریت. ابتدا هم در اون مقاله اشاره میکنم که جمهوریت اصلا این جمهوریت چی هست، بعد یواش یواش توضیح میدم. بسیار ممنونم دوستان، من این مقاله رو روی فیسبوک تلویزیون مردم میذارم. از آقای یزدان خدابندلو هم خواهش میکنم امروز بعد از برنامه این مقاله رو دوباره روی فیسبوک صفحه خودشون بذارن و آدرس ایشون هم خیلی سرراست. اولا اسمی که دارن اسم یونیک و تکی هست، یزدان YA همون میزنید به همین جوری که گفته میشه خدابندلو، و فیسبوک خودشون رو میبینید و میخونید و توضیحات بیشترم میدیم. امروز من با ایشون فقط نیم ساعت هستیم به خاطر اینکه یک شناختی داشته باشیم، آشنایی و خوش آمد، و پس از این برنامه را اگه بتونیم طولانی تر کنیم تا در هر برنامه 45 دقیقه 1 ساعت ایشون بتونه در مواردی که خودشون میخوان قسمت به قسمت ما رو جلو ببرن. ولی همون موقع ما اجازه میخوایم که اگر پرسشی هست بپرسیم، اگر نظری شما دارید مطرح کنید و ایشون صحبت کنن. یکی از دوستانی که این مقاله ها رو خونده بود برای ما نوشت که این یعنی چی؟ هر بازگشت و رجعت به عقب در ذات خود نوعی میل به توحش در آدمی را بیدار می کند. مایل هستید در این مورد توضیح بدید؟ بله بله، من خیلی خوشحالم از اینی که این مسئله رو مطرح کردید، که این مقاله چون خیلی طولانی هست، طولانی زیادم طولانی هست، یه چیزی معادل مثلا 25 صفحه هستش دیناچار، و خوندنش یه چیزی مثل 40 تا 45 دقیقه طول میکشه. برای ما ایرانی ها خیلی طولانیه. بله، منم با شما اینو در میان گذاشتم که اگر من بشینم اینو پیوسته 45 دقیقه بخونم، ممکنه شنوندگان از این خوندن طولانی خسته بشن و جذابیت نداشته باشه، و شما بیاین تلاش بکنید این چیز مونولوگ رو که یک جانبه من دارم چی میگم تبدیل کنید به دیالوگ. یعنی اینه که من این مطلب رو میخونم و شما سوالا رو مطرح کنید یا یه جایی ایراد بتونید بگیرید و وارد بحث بشید و به چالش بگیرید. حالا اولین سوال اینه که شما مطرح کردید من در اینجا که هر بازگشت و رجعت به عقب در ذات خود نوعی میل به توحش در آدمی رو ایجاد میکنند. خیلی خوب، این چگونه است؟ شما بارها از زمان متفکرین اسلامی، کمونیست و خیلی ایدئالیست ها، آرمانگراها شنیدید که بازگشت به اصل خیش، اسلامی ها میگن بازگشت به اصل دوران محمد. خب شما از اینا کسی نیست که بیاد سوال بکنه که آقا این بازگشت چگونه باید صورت بگیره؟ منظور شما بازگشت به عقب یعنی چی؟ اگر قرار باشه که ما برگردیم به 1400 سال دیگه، 1400 سال پیش، خب مجموعه این دستاوردهای مادی و معنوی که انسان در طول این 1400 سال تولید کرده و زمینه مدنیت کرده و از مواهب اون داره برخوردار میشه، اینا رو باید چیکار بکنیم؟ یعنی امروز که اتومبیل محصول این مدن چیز
دانش انسان هست اینو بگذاریم کنار و مثل 1400 سال پیش اگه بخوایم از تهران بریم قم مثلا با اولاغ یا پای پیاده سه رسول بکشه چگونه باید برگردیم، این بازگشت چگونه صورت میگیره، این یه قسمته. یه قسمت دیگر وقتی که شما بخواید برگردید به عصر به اصطلاح عصر محمد، خب به دوران بدوی، طبیعی استش که تمام این دستاوردهای مادی و معنوی انسان تولید کرده و زمینه مدنیت کرده و انسان مدنی تر شده، نرم خوتر شده، انسان تر شده، اینا رو از سطح فرهنگ باید حذف کنی، برگردی به اون دوره عصر توحش. طبیعی استش وقتی که شما دستاوردهای معنوی رو حذف میکنید برمیگردید به دوران ما قبل تاریخ، خب تو اون دوره انسان در کجا قرار داشت؟ در عصر توحش و براش اصلا مسئله مدنیت و نمیدونم حقوق بشر و هزارها چیز دیگه اصلا مطرح نبود. این استش که شما در نفس این دعوت به برگشت نوعی توحش هست، یعنی اینی که شما از مدنیت دور میشید به توحش نزدیک میشید. بسیار ممنون. شما در جای صحبت از خرد جمعی کردید، اگه لطف کنید خرد جمعی رو برای ما توضیح بدید، چون خیلی از دوستان هستن که میگن اتفاقا در بعضی از کارها باید تخصصی باشه و نمیشه هر کاری رو میخوای انجام بدی از عموم به اصطلاح نظرخواهی کنی. آیا این خرد جمعی همون نظرخواهی عمومیه یا چیز دیگه ای؟ لطف کنید اینو توضیح بدید. ببینید در حوزه تخصص تماما تخصص در حوزه دانشه، اونجا مسئله خرد جمعی مطرح نیست، خرد فرعی در کاره. تمام اکتشافات اختراعات به مدد قوه تخیل فرد ابتدا صورت گرفته و بعد اگر مفید بوده مطرح شده تو جامعه استفاده کرده و عمومی شده. این خرد جمعی یعنی اون روح و روان، یعنی اون پدیده‌ای که مثلا مثل الله در اون بالا، الله برای مسلمانان خرد جمعی محسوب میشه، اون فرمان میده. دیدین خداوند فرمود، خداوند فرمود، خداوند فرمود. ما هم میگم که خب خرد جمعی ما هم قبل از انقلاب به ما فرزندان ایران زمین دستور داد از چپ چپ تا راست راست متحد شدیم که سامانه سلطنت بزنیم. زدیم، خیلی هم کار خوبی کردیم. اینو بهش میگه خرد جمعی. حالا الان خرد جمعی ما داره به ما میگه که این در زدن اون سامانه سلطنت روحانیت رو که متحد طبیعیش بود اونم دعوت کرد برای زدن، به دو دلیل. دلیل اول این بود که اون مزاحمت های عصر مشروطه رو فراهم نکنند. دلیل دوم این هستش که وقتی که زدیم طبیعی بود که اون موقع، یعنی نیروی ترقی خواه جامعه ایران نه تشکیلات داشت، نه احزاب رو داشت، نه روزنامه های با ترقی رو داشت، هیچ چی رو نداشت، نه تکیگاه سرمایه داشت، هیچ چی نداشت. در مقابلش ملاها همه چی رو داشتن، مسجدا رو داشتن، فیضیه رو داشتن، پول و اوقاف رو داشتن و یه چیزی معادل 150-200 هزار نفر ملا و مکلا و پراکنده در سطح کشور رو داشتن، قدرت سیاسی رو قبضه کردن. ما هم همینو میخواستیم، یعنی میخواستیم بعد از جمع کردن بساط سلطنت همین نهاد دیانت رو به وساطت همین متولیان ملا و مکلاش از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت بکشیم بیاریم بذاریم ببرد به عریقه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصر و تکلیفش رو روشن کنیم. و الان ملت ایران تو این کار هست. شما دارید نگاه میکنیم ببینید که 25 سال پیش شما اصلا نمیتونستید درباره خمینی یا پیامبر صحبت کنید. امروز دارن با حجب و حجاب و من یه مطلبی نوشتم که چرا ملت ایران جوک میگه. الان تو دیروز اگر جوک های ما نوکش به طرف رشتی ها و کردا و نمیدونم ترک ها این چیزا بود، امروز برگشته به طرف دیانت. داره دونه دونه میشکافتش. داره دونه دونه این بخچه‌شو گذاشته، داره باز میکنه که این چی بود که با 1400 سال درباره قصه اسلامی و عدل عدی برای ما چیز ساخته بودن. خب گفتیم بفرمایید گوی اصلی میدان بیاران چه داریز دانایی و کرفر دانایی و توانایی. اگر تونستی اون قصد اسلامی رو عدل عدی رو پیاده کنی برای چشم ما جا داری، ولی اگر نتونستی باید حذف بشی. و ما میدونستیم که اینا مردان عمل نیستن، اینا مردان خرافت بافن. بسیار و این روند حذف شدن داره صورت میگیره. بله.
آقای خداوند رو، یعنی میشه از صحبت های شما من اینجوری برداشت کنم که شما این روندی رو که انقلاب طی کرده در 37 سال گذشته به نوعی قبول دارید، میگید که این یک گذار هست؟ آها قبول دارم. برای اینکه شما وقتی که از دور، من دارم اونجا میگم که شما باید از دور به قضایا نگاه کنید، از دور وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بله، سامانه سلطنت رو این ملت جمع کرد و نهاد سلطنت رو، نهاد سیاسیش رو، خب بعد اومد بلافاصله سراغ نهاد دیانت اسلامی. خب برای اینکه بتونیم ما اینو تکلیفش روشن کنیم، اول باید بذاریم روی میز، بغچه‌شو باز بکنیم ببینیم که این چی توش هست. و الان ملت ایران به صورت رسما در عمل در تئوریوکراتیک درگیرن و دارن میشکافنش. بسیار ممنون. من فکر میکردم این نقطه سوالی که اینجا داریم به اصطلاح زیاد کمه و دنبال سوالهای دیگه میگشتم، ولی به نظر میرسه که با صحبتهایی که شما میکنید ما وقت بیشتری لازم داریم. اگر لطف کنید خیلی خلاصه درباره این موضوع صحبت کنید که تفکر اسطوره‌ای در بطن خود نظامهای هرمی، تک محور و تک قطبی پرورش میدهد، این رو برای ما باز کنید. البته فکر کنم بیشتر دوستان با شما هم عقیده هستن، ولی چون به صورت سوال پرسیده شده من هم میپرسم تا در مورد صحبت. بسیار. ابتدا اسطوره رو برای شما تعریف کنم. اسطوره یعنی تصویر ذهنی که در یونانی بهش میگن میتوز. اما اصلا اسطوره چی هست؟ اسطوره تبیینه یا گفتن بیانه، تبیین پیش عقلانی انسان از نمودهای هستی به مدد احساس، تصور، غریزه که در قالب هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقیایی پیکرگیری میشه. پس بنابراین باز یه بار دیگه میگم، اسطوره یک تصویر ذهنی است که این اسطوره ها هم در بطن نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی به بار می نشینه و در روند تکاملش یک تعدادی از فرادستان جامعه که می دونید که در درون این بطن اسطوره انبوهی از خرافات هم وجود داره، یک تعدادی از فرادستان جامعه یه تعدادی از این خرافاتی که میتونه مستعد باشه اونا رو میگیرن میارن در نهاد دین، اونجا سامانبندیش میکنن و مستقرش میکنن، تثبیتش میکنن. همینجا پرانتز باز بکنم، خرافات در در نفس خودش چیز بدی نیست، چرا که موتور تحرک داستانگویی و شعرگویی و پرواز تخیل انسان هست. اما اونجایی که عناصری از آن گرفته بشه و در نهاد دین تثبیت بشه، توحید و نبوت و معاد و الله در اون بالاش قرار بگیره و بعدم اون صراط المستقیم بذارن جلوی انسان بگن بعد تو این مسیر فقط باید تو حرکت بکنی، چپ و راست هم حق نداری بری، اگر بری هزار جور براش ممنوعیت و سرت بالا در میره. روی این حساب هستش که بس تفکر اسطوره‌ای در بطن خود نظام‌های هرمی نهاد میکنه، به این خاطره که نهاد دیانت و حتی نهاد سیاست در جامعه ما یک ساختار اسطوره‌ای داره که در اون پایین در نهاد دیانت توحید، نبوت و معاد و خدا اون بالا یا اهورامزدا یا روح القدس یا اون یکی مال چیز اینا قرار دارن و تغییر ناپذیرن، تغییرن بدی مشرک هستی غیر و فلسطی. در نهاد سیاست هم سه عنصر وجود داره، مثلثش هرمیه، اون بالا شاه قرار گرفته که مشروعیتش برای حکومت از فر ایزدی میگیره، بعد عنصر دومش اون فرامینش هستش که اونم از هرچی امر میفرمایه اونه، عنصر سومش هم داخل جامعه اون اهالی هستن که در مقام رعیت و بنده و این حرفا باید فقط فرمان بر باشد. بفرمید. بسیار ممنونم از شما. من فکر میکنم بهترین راه تماس دوستان با شما فیسبوک باشه، درست میگم؟
بله فیسبوکه. بسیار ممنون. آیا این مقاله که من چیز بنویسن بیان، من همه رو تایید میکنم میان تو و میتونم با من در ارتباط باشم. بله، حتی اگه جزء دوستانتون نباشن فکر کنم میتونن برای شما پیام بفرستن دیگه اونجا. میتونن بله، هم چت خصوصی در روز مثلا ببینید 4-5 نفری مرتب میان، چون توی گروه های مختلف من مطلب میگذارم، اون میزنه اونجا و میاد با من صحبت میکنه بدون اینکه تو لیست گروه دوستان من باشن. بله، اجازه بدید من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون بدم به دوستان. بعد برای امروز از شما خداحافظی میکنیم و به امید اینکه باز هم در آینده نزدیک شما رو داشته باشیم. و سوال بعدی این بود که آیا این مقاله به صورت PDF یا داکیومنت و اینها هم هست یا فقط همون جوری که شما نوشتید، چون اون یه مقداری پست کردنش روی فیسبوک و اینها مشکله. بله، این رو من فقط توی مثلا یه دونه ورد باز کردم، مقاله رو نوشتم و اسمم گذاشتم جمهوری ایرانی و هویت ملی و هر وقتم بخوام همونو میزنم میارم میذارم توی فیسبوک اشتراک گذاریش میکنم. لینک نداره، نمیدونم باید اینو چجوری به صورت لینک دارم. اونو من براتون درست میکنم اون رو. آره، باید اینو حالا شما میتونید مثلا ببینی به صورت لینک در بیارید و تصویرم اون پایین که دیدید یه دونه کتاب رو گذاشتم، دستی روش گذاشته شده که قسم به چیز ملت ایران، به قاب خاک ایران میکنیم. بسیار ممنون، اون کار رو من براتون انجام میدم. به این صورت هست که مقاله شما رو روی یک صفحه از فیسبوک خودمون، از صفحه از وبسایت خودمون قرار میدیم، اون صفحه رو برای دوستان میفرستیم که خیلی هم راحت تره، میتونن بزرگ کنن اون الفبا و به اصطلاح اندازه و اینها و خیلی راحت تر. من اون کار براتون تا چهارشنبه انجام، تا جمعه انجام میدم. و از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر هستم. اگه اجازه بدید از شما همینجا خداحافظی کنیم، با امید دیدارتون باشیم و باز هم یه بار دیگه به دوستان فیسبوک شما رو نشون میدم. دوستان یزدان خدا بندلو، فامیل ایشون به صورت پیوسته نوشته شده، یک کلمه هست، خدا بندلو. و امیدواریم به زودی ایشون بتونن با شما دوستان بیشتر و بیشتر باشن. اگر صحبتی دارید بفرمایید. یه موضوعی رو حالا اگر که شما میخواید این رو به صورت یه لینک و این چیزا در بیارید. بله. اجازه بدید من امشب دوباره این مقاله رو بخونم، چون 5-6 سال پیش نوشتم. بله. دوباره اینو بخونم و ممکنه دستکاریای توش بکنم و بعد اون جدیده رو برای شما بفرستم. بسیار کار پسندیده است، منتظر ارسال مقاله شما هستم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بسیار خوب، خیلی ممنون، لطف میکنید. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم از کلن آلمان و اجازه بدید که بریم سراغ آقای سعیدی در کالیفرنیا. و یکی گفتم این تلویزیون مردم خیلی محاسن داره، یکی از محاسنش اینه که ما از شرق شرق تا غرب غرب، از شمال تا جنوب، از بالا تا پایین، از چپ چپ تا راست راست رو به اصطلاح پوشش میدیم. اجازه بدید که با هم این لینک برنامه یا ویدیو کوتاه سوربی با مردم رو نگاه کنیم تا من با آقای سعیدی تماس بگیرم و اگه ایشون باشن، چون من به اصطلاح قرار از قبل برای امروز نگذاشتیم، برای دوشنبه گذاشته بودیم که بهتون گفتم به علت اون خبر بسیار خوب. راست این ماجرای خبر خوب چیه؟ مثلا آدم میگه بهترین روز من اینه، بهترین روز زندگیم اینه، بعد چند سال میبینی نه، بهترین روز زندگی یه چیز دیگه، بعد چند سال اون. چجوری باید اینها رو درجه بندی کنیم خوب و بهتر و بهترین؟ با ما باشید، برنامه رو ادامه میدیم با آقای سعیدی. اگه ایشون نباشن، بدون آقای سعیدی میریم و امیدواریم ایشون تماس بگیرن یا جمعه یا دوشنبه، به احتمال زیاد دوشنبه، چون برای جمعه یک قراری گذاشتم و یکی از دوستان میان تا با هم صحبت کنیم. پس با ما باشید.
آقای سعیدی سلام، سروی هستم به اتفاق دوستان بیننده و شنونده. اگر امروز وقت داشته باشید با شما باشیم، اگر نه به دوستانم گفتم چون از قبل قرار نذاشتیم هر وقت که آقای سعیدی بخواد با ایشون خواهیم بود، یا دوشنبه هفته آینده یا یه روز دیگه. آیا امکان صحبت دارید امروز یا میخواین به یه وقت دیگه منتقل شون؟ حقیقتش به خاطر گرفتگی صدام بله. اجازه میخوام که یه روز دیگه در خدمتون باشم. کاملا قابل قبول هست و من از شما به خاطر روز دوشنبه هم عذر میخوام که نتونستم. من قدم نورسی در رو تحقیق میگم، بهتون مبارک باشه. ممنونم. پس قرارمون رو میذاریم برای دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شما 12 ظهر. بسیار خوب. خیلی ممنون که تلفن رو پاسخ دادید و به امید دیدارتون. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای سعیدی خواهیم بود دوشنبه هفته آینده و از ایشونم ممنونم. امیدوارم حالشونم زود خوب بشه. یه سرماخوردگی مخصوصی هست، فکر کنم این زمستون نمیخواد ول کنه ما رو و بریم سراغ بهار. هی زور خودش رو میزنه، ببینیم حالا کی موفق میشه. معمولا اینجوریه که بعضی وقتا یه دفعه میبینید بدون اینکه خبری از بهار بشه میریم به طرف تابستان که خوب نیست، باید چهار فصل رو داشته باشیم. خب اینم از این. و اجازه بدید پس درباره نامه آقای مهدی کروبی صحبت کنیم. به نظر شما این نامه هم یکی از همون شیطنت های این آخونداز، شامورتی بازیهی که بین خودشون هست، یا واقعا نامه ای هست که به دیکتاتور نوشته شده و از دیکتاتور میخواد که دادگاه ایشون رو برقرار کنه و در دادگاه ایشون بیاد بگه که کی خوب هست کی بد؟ و من با سابقه که از آقای مهدی کروبی در اون بنیاد شهید و اینها بود و همه در جریانش هستند دارم، فکر میکنم که ایشون هم از همون قماشه و فقط سر تقسیم غنایم با هم دعواشون هست، سر گرفتن شغل بهتر دعواشون هست. و الا اگر گذاشته بودن که ایشون رئیس جمهور بشه به جای دور دوم آقای احمدی نژاد، میدیدیم که ایشون هم راضی و خوشحال مثل همون دهه طلایی اول انقلاب. و اما دوستان، احوال آقای دکتر عقیلی پور رو از من میگیرن و سراغ ایشون رو من هم. خب خوبه دیگه، وقتی شما دوستان لطف داشته باشید، ما هم اگر خیلی مشغول باشیم و یادمون رفته باشه که از دوستانمون احوال پرسی کنیم، شماها ما رو به اصطلاح تشویق میکنید. این کارو کردم، با ایشون تماس گرفتم و امیدوارم اگر امکان داشته باشه ایشون ساعت مثلا 11 صبح، نه به وقت ما 2 بعد از ظهر جمعه، چند دقیقه با ما باشن تا در هر موردی که میخوان صحبت کنن از سلامتی خودشون برای شما دوستانی که مایل هستید ایشون باشه یا برنامه هایی داشته باشن صحبت کنن. اگر کسی مایل هست که برنامه های 66 تا برنامه قبلی از آقای عقیلی پور هست که در آرشیو صفحه بایگانی تلویزیون مردم هست، میتونید برید اونجا نگاه کنید. ولی اگر کسی مایل هست که این برنامه ها از تلویزیون مردم پخش بشه، با صرف هزینه خیلی کمی این کار را انجام بدید. باور کنید که خب منم مایلم این برنامه پخش بشه، ولی وقتی که همه کارها رو یه نفر انجام بده، به قول معروف آدم گاهی وقتا دل سرد میشه، میگه چرا اینجوریه. در این رابطه یکی از دوستان که مقاله ای رو براتون میخونم، چون وقتی که من اون فیلمی رو گذاشتم که داعش با همه بدیها، جنایات، زشتیهایی که داشت، یک حسنم داشت و اون حسنش این بود که این دوستمون فهمیده بوده که چرا به جز تخت جمشید و چند تا ساختمون دیگه اثری از به صلاح حکومت 2500 ساله نیست. دوستان یک چیزایی رو نوشتن و گفتن که من به صلاح اونها رو براتون میخونم ببینم نظر شما چی هست. اجازه بدید اون رو چون گذاشتم در بله، یه دوستی داریم این دوستان وقت یه دوستی داریم این دوستان چون این دوستانی که روی فیسبوک هستن میان به صورت عمومی
می نویسن، پس ما هم اجازه داریم که این رو توی برنامه نشون بدیم و برای شما هم اینجا به اصطلاح پخش کنیم. اگر کسی پیامی به صورت مسیج یا پیام برای من بفرسته، بله من اون رو نشون نمیدم، پخش نمی کنم و ممکنه بدون آوردن اسم یا بردن اسم، این یعنی چی اسم بردن و اسم آوردن، ازش صحبت میکنم. ایشون نوشتن که خانمی به نام کتی وینتر، بسیار عالی و حقیقت. این رو درباره اون ویدیویی که نشون دادم دوستان، ویدیوی ماجرای داعش و سوزاندن و تخریب به اصطلاح ساختمان‌های باستانی و قدیمی و اینها، بسیار عالی و حقیقت. بهتر نیست اپوزیسیون خارج کشور به جای وقت تلف کردن و شعارهای تو خالی دادن به تهیه و انتشار چنین ویدیوها به زبان فارسی و انگلیسی کمک کند تا نه تنها ایرانی ها بلکه مردم سایر کشورها هم آگاه شوند، چون گیرم که آخوندها بروند ولی ایران با دوباره. ایشون یه پیام دیگه ای فرستادن، بعدش نوشتن که امیدوارم چنین ویدیوهایی به زبان انگلیسی هم درست و منتشر بشود تا جهانیان ببینند و بفهمند در زمان داعشی های 1300 سال قبل چه بر سر مردم ایران آمد گذشت و چقدر ایرانی ها را کشتند و چقدر ایرانی خانه و زندگی خود را ترک کرد و به هندوستان و چین پناهنده شد. دیگر ملت ها بیدین یا بت پرست بودند و خیلی بعد به وسیله مبلغان دینی مسلمان شدند و نمیدانند داعشی های 1300 سال پیش چه بلایی. و میدونید که دوستان این داعش یعنی دولت، میشه یعنی دولت اسلامی عراق و کجا شام، به خاطر این میگن داعش. و جالبه که این آمریکایی‌ها وقتی میگن مثل داش میگن، داش دیدم این آقای کریه میگه داش. داعشی‌ها 1300 سال پیش چه بلایی و چه جنایت‌هایی در ایران مرتکب شدن. 1350 سال قبل محمد پیغمبر انوشیروان شاهنشاه ساسانی را دعوت به اسلام میکند و انوشیروان جواب رد به محمد میدهد و عمر دزد و سرگردنگیر از محمد میپرسد چرا به ایران حمله نمی کند. محمد به عمر میگوید ایرانیان هم به خدای یکتا اعتقاد دارند، پس دلیلی نیست که به ایران حمله کند. و بعد از مرگ محمد، عمر به خاطر ثروت و قارت و قدرت به ایران حمله می کند و یزدگرد سوم را شکست می دهد. حالا اینی که اونا فرستادن و اینها رو دعوت کردند و به نظر من پادشاه ایران بدون اینکه با اعضای دولتش مشورت کنه، فوری دیدیم دیگه فیلمش رو درست کردن و اینها، فوری نامه رو پاره میکنه و میگه ما خدا و اینجوری و اونجوری. اینجوری که نباید در سیاست جواب بدن، این سیاست های اینجوری میشه مثل سیاست آخوند و مثل سیاست احمدی نژاد. در هر صورت کاری به اون قسمت نداریم. من چون این دوستم نوشته بود و در رابطه با ایشون نوشتم که من در برنامه صحبت میکنم، بله بسیار خوبه که فیلم هایی بسازن، ولی آیا هیچ کدوم از شماها حاضر هستید یه هزینه کمی بدید که سوربی که نشسته اینجا بگه من اگر میخوام 4 ساعت بشینم 4 تا فیلم رو پیدا کنم بچسبونم به هم، این رو 2 ساعت نشون بدم، اقلا هزینه این 2 ساعت من رو، نیم ساعت شو ایشون داده، 1.5 ساعت رو من دادم. هممون عذر میخوام به شما میگم، من دارم به صورت دست جمعی میگم، هممون مفتخور شدیم. تا زمانی که مفتخور باشیم و بمونیم هیچ قدمی از قدم دیگه بر نمیداریم و همش میگیم که بهتر نیست که اپوزیسیون این کار کنه، بهتر نیست که من یه نفر به هم پول بده دیگه نخوام برم سر کار، بهتر نیست که یه نفر حالا یه راننده هم استخدام کنه با یه ماشین بفرسه که دیگه من نخوام ماشین رو اینجا نگه دارم، بهتر نیست وقتی من میخوام برم خرید فقط زنگ بزنم بگم چی میخوام. اصلا از این بهتر نیست که یه نفر پیدا بشه اون به من زنگ بزنه بگی چی میخوام. بله بهتر هست، ولی شدنیه؟ نه. تا هزینه نکنید دوست عزیز هیچ اتفاقی نمیفته. اون ماجرایی رو که براتون گفتم که آقای هوشنگ امیر احمدی تا
قرار بره انگلستان یا حالا به صورت بذارید ببینم چیه، میجر دیبیت در جی سی پی او احمدی، امیر احمدی این لندن، بله میره لندن. پس اجازه بدید اینجا براتون نشون بدم این رو، اگه خواستید در این رابطه سوالاتی داشتید و اینها تماس بگیرید یا با خود ایشون یا با من تا براتون یه اطلاعات رو بفرستن. میگه که برجام پیروزی یا شکست. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای عالی ایرانیان آمریکا و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی جدال برگزار میکنند. اصلا معنی دیبیت جدال نیست، معنی دیبیت مناظره‌ن. و من خیلی متاسفم که بالا به انگلیسی می‌نویسن دیبیت، پایین می‌نویسن جدال. مگه مسابقه کشتی یا مسابقه بوکسه؟ در هر صورت اینم از اشکالاتی هست که ما در ترجمه لغات داریم. در رابطه با دوست عزیز، شما فکر نکن فقط شما هستین پیشنهاد میدید که ای کاش اینجوری بود یا بهتر نبود اینجوری اونجوری و حاضر نیستید $5 خرج کنید، بذارید بهتون نشون بدم. حتما شما این سازمان ها رو دیدید، میشناسید، روزانه برای شما مقاله میاد، شما هم مثل من تازال اگر لطف کنید یه نگاهی میندازید، اگه نمیندازینش سطل آشقا. iranliberal.com. با درود، برای آگاهی و در صورت امکان برای انتشار تقدیم می شود. اینا دروغ میگن. در صورت امکان یعنی چی؟ امکانش هست، شما با $10 هزینه کنی بذارش برای 8000 خورده نفر رو فیسبوک، امکانش هست. شما با $30 بدی این رو توی برنامه بخونیم به صورت آدیو در بیاریم. پس امکانش هست آقای حسن بهگر یا کسی دیگه‌ای که پشت این ایران لیبرال هستی. و دوستان اون روزم بهتون گفتم برید ببینید پشت صفحه های فیسبوک، پشت صفحه های وبسایت چه کسانی هستن. خودتون رو آسون، اینفورمیشن های خودتون رو آسون ندید دست افرادی که قایم شدن. چه دلیلی دارن که اینها قایم بشن از شما؟ چه دلیلی دارن که خود رو ناشناس به اصطلاح همینجوری نگه دارن؟ ایران لیبرال، لیبرال دموکرات های ایران، ببینیم اینجا درباره ما مثلا ببینیم اینها چی نوشتن. ببینید این بالا سمت راست، بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم. اولی که یه جایی رو میرید نگاه میکنید این قسمت درباره ما رو تماشا کنید ببینید چی میگه. ایران لیبرال خانه آن گروه از پیروان مصدق است که خواستار براندازی نظام سیاسی موجود ایران هستند و جایگزینی آن با نظام دموکراتیک و لیبرال و لائیک. تا اینجا اسمی از هیچ کس نیست، فقط چه کار میکنه؟ به شما میگه حالا شما اسمت رو بنویس اگه میخوای مقالای منو بگیری. خب بذارید من به عنوان یک کسی که این وبسایت ها رو بیشتر نگاه میکنم بگم از کجا معلوم که شما درست مخالف باورهای مصدق باشید و فقط میخواین اونهایی رو که طرفدار مصدق هستن شناسایی کنید از آی پی آدرسشون، از وبسایت، از ایمیلشون و الی آخر. ولی اگه شما بیای اسمت رو بنویسی دوست عزیز، مردم اول شما رو میبینن بعد میان مشخصات خودشونو به شما میدن. این رو دوستان نگاه کنید درباره تمام وبسایت ها، مخصوصا اونایی که قایم هستن، اونایی که نمیان، اونایی که پول دادن حتی مشخصات وبسایتشون رو ماهیانه خرج میکنن که از شما قایم کنن. باورتون میشه؟ فقط دزدی این نیست که طرف دزدی میکنه پولشو میبره میذاره تو پاناما. چرا پولشو میذاره تو پاناما خرج میکنه که شناخته نشه؟ این در رابطه با وبسایت هم هست. چرا بعضیا میگن نه ما نمیخوایم بیایم تو تلویزیون، ما نمیخوایم شناخته بشیم، ما نمیخوایم؟ برای که یه دلیلی داره، یه کاسه ای به قول معروف زیر نیم کاسه هست. بگردید شما پیداش کنید با اون آگاهی و دانشی که در رابطه با وسایل الکترونیکی اینها دارید. و یه خبری هم اینجا من فرستادم برای خودم، این رو بخونیم، یه کمی خنده داره. یادتونه که چند مدت پیش 3 از نماینده های آمریکا رفتن توی دفتر حفاظت
منافع ایران در واشنگتن، عکس و اینهاشون هم بود و درخواست ویزا کردن از ایران. اون موقع قبل از انتخابات بود و اینا گفتن که به ما اجازه بدید ما بریم ایران نظارت کنیم بر انتخابات. اصلا اونا محلا بهشون نذاشتن، خداییش بهتون بگم. خب آدم یکم ناراحت میشه که چرا این کارو میکنن اینها، بهانه دست اینها میدن، ولی از یه طرفم یکم آدم خوشحال میشه. همون جوری که میبینی بنده باید 22 ماه در آلمان علاف میشدم، شما و خانوادت 3 ماه از این کشور به اون کشور سرگردون بشی، توی دوران برزخ زندگی کنیم و هیچ کدوم از این آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه من و شما رو آدم هم نمی‌دونستن که بهمون بگن چرا ویزای ما رو به اصطلاح چرا بهمون ویزا ندادن، امروز خوشحال میشیم که بابا اقلا اینها یک کاری کردن که اولا آمریکایی میاد دنبال ویزا، دوم هم ویزا که نمیدن ببینید چی نوشته. نامه 3 قانونگذار آمریکا به ظریف برای گرفتن اجازه سفر به ایران. حالا دوستان شما اگه بری ترکیه، بری انگلستان، بری آلمان، بری ارمنستان، اونجا تقاضای ویزا کنی، اگر بهت ویزا ندادن یا هنوز منتظر بودی، برمیداری نامه می‌نویسی با آقای جان کری که آقای وزیر امور خارجه آمریکا چرا به من ویزا ندادین؟ پس ببینید این آمریکایی‌ها فکر میکنن تافته جدا بافته هستن. 3 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان خواستار اعطای ویزا برای سفر به ایران شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از پایگاه خبری واشنگتن، فیری بیکن، مایک بامبیو یا پمپوی، لی زلدین و فرانک لوبیان که پیشتر در ماه فوریه خواستار ورود به ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور شده بودند، نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشته و در آن خواسته خود را پیگیری کنند. این یه قسمتش اشتباهه. اینا فکر نمی‌کنم خواسته بودن بیان تأسیسات هسته‌ای رو ببینن. گفتودن ما می‌خوایم از انتخابات به اصطلاح نظارت کنیم، که یکی نوشته بود مگه شما ناظر یو ان هستید یا اون کشورهایی که نظارت کردید به کجا رسیدن. این 3 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود آوردند بیش از 2 ماه است که از زمان اعلام درخواست ما می‌گذرد و ما از اتخاذ تصمیمی درباره این درخواستمان خرسند خواهیم شد. اگر شما با خواسته ما برای گرفتن ویزا مخالف هستید لطفاً برای آن توضیح دهید. این نمایندگان آمریکایی در حالی دوباره درخواست خود را برای سفر به ایران مطرح کردند که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی این کشور قرار است روز جمعه در واشنگتن سخنرانی کند. اصلا من هیچ رابطه ای نمیبینم بین رئیس کل بانک مرکزی سخنرانی در واشنگتن، ویزای 3 جمهوری خواه به ایران. بر اساس این گزارش آنها در ماه فوریه، دوباره همونو میگه، با حضور در سفارت پاکستان درخواست خود برای گرفتن ویزای سفر به ایران را ارائه دادند. دوستان سفارت پاکستان را نوشته، چون ایران در آمریکا سفارت یا کنسولگری نداره و یک قسمتی از سفارت پاکستان را به نام دفتر حفاظت منافع ایران اختصاص دادن، همون جوری که آمریکا در ایران سفارت نداره و سوئیس این کار را انجام میده، دفتر حفاظت منافع آمریکا در سوئیس. اینم از این. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا یکم شما دلتون خنک میشه که اینا هم نه با زن و بچه تو خیابون و در به در و از یک کشور برو یک کشور دیگه، و نه اینها با تاکسی فکر کنم 15 دقیقه راه باشه از کپیتال، از اون مجلس سوار تاکسی هم که نه، همشون ماشینای خودشون دارن، ماشینای شخصی که من و شما پولشون میدن، برن اونجا وایسن عکس بگیرن و چای بخورن و تقاضای ویزا کنن و بیا. یکی به اینا بگه حالا شما میفهمی که تازه زندگی شما در گرو صدور این ویزا نیست، داری کارهای روزانه‌ت انجام میدی، اینم هم همینجوری نوشتی که حالا بعد اگه شد بری، اگرم نشد هیچ چیزی عوض نمیشه تو زندگی. ولی اون بیچاره‌ای که زندگیش عوض میشه، چرا شما یه روشی نمیذارید که خیلی قشنگ قانونی
بگید بله به این دلیل فعلا نمیتونیم به شما ویزا بدیم، یا این مدرک رو اگه بیاری بهت ویزا میدیم. چقدر ملت رو، چقدر فامیلای خودتون، چقدر دوستای خودتون رو میشناسید که سرگردان شدن در کشورهای مختلف دنیا جهت ویزا، نه فقط ویزای آمریکا، ویزای کشورهای دیگه. خب بله، اونجا که گفتم آقای عقیلی پور نوشته بود که با سلام به پدر بزرگ و فامیل و نورسیده مبارک باشد، با احترام. من هم برای ایشون نوشتم که دوستان مایل هستند شما رو ببینن و صدای شما رو بشنون، اگر لطف کنید جمعه چند دقیقه با ما باشید ممنون و متشکر میشن. آقای یزدان خدا بندلو، من یه اشتباهی کردم، اگر آقای سعیدی نمیتونست بیاد باید آقای خدا بندلو رو به اصطلاح بیشتر وقت میدادیم. خب بعضی وقتا واقعا دیگه آدم فکرش کار نمیکنه و میخواستم عادلانه باشه، همینجوری که برنامه دوشنبه ایشون رو کنسل کرده بودم، برنامه دوشنبه آقای سعیدی هم کنسل کرده بودم، به دوتاشون یه شرط و یک امتیازی داده باشه. آقای یزدان خداوندلو درباره این صحبت کرد که اگه آدم برگرده به عقب و نمیدونم اینجوری و اینها توحش میاد و چیای قدیمی و فلان. حالا این دوستمون البته با انگلیسی نوشته، من سعی میکنم تا اونجایی که بتونم براتون به نزدیکترین چیز فارسی ترجمه کنم. نوشته که وقتی که تلویزیون آمد توی منزلمون، من فراموش کردم که چگونه کتاب بخونم. البته در رابطه با ما ایرانی ها قبل از تلویزیون هم اهل کتاب نبودیم. وقتی که ماشین آمد جلوی منزل من، من دیگه یادم رفت که چگونه راه برم. وقتی که تلفن های همراه رو در دست گرفتم، دیگه فراموش کردم که چگونه نامه بنویسم. وقتی که کامپیوتر توی خونه ما پیدا شد، من دیگه هجی کردن و اسپل کردن رو فراموش کردم و میذارم کامپیوتر این کار برام انجام بده. When the sea came to my house, I stopped going under the tree for cool breeze. AC is air conditioning، یعنی اون تهویه مطبوع. بیشتر اینجا به کولر میگیم ما AC، زمین این که همون بخاری هم توی زمستان اون هم تهویه مطبوع است. در اصل نوشته که وقتی کولر آمد توی منزل، ما دیگه یادمون رفت اگر گرممون شد بریم زیر یک درختی و از اون نسیم و از اون سایش استفاده کنیم. When I stayed in the city I forgot the smell of mud. میگه وقتی که من توی شهر زندگی کردم، دیگه بوی خاک رو از یاد بردم. By dealing with banks I forgot the value of money. میگه از وقتی شروع کردیم کارامونو با بانک انجام میدیم، دیگه ارزش پول رو فراموش کردم. و یا راست میگه دوستان، اگه نگاه کنید، اگه یه روزی شما این کردیت کارت ها و اینها رو ازتون بگیرن، الان که دیگه با تلفنم پرداخت میکنن، اون موقع به این آسونی شما خرج نمیکنی. اون موقع براتون 100 دلار میشه 100 دلار، 1000 تومان میشه 1000 تومان، ولی الان با این کارت های پلاستیکی و اینها خیلی اون ارزش واقعی پول حس نمیشه. With the smell of perfume I forgot the fragrance of fresh flower. میگه با این بوهای عطرهای مصنوعی، من دیگه فراموش کردم اون بوی خوش گلها رو. و With the coming of fast food I forgot to cook dal and rice. این دل چیه؟ نکنه اون یه چیزی شمالی ها دارن، سبزه و اینها، نمیدونم. در صورت نوشته که وقتی این فروشگاه های آمد مثل مکدونالد و برگر کینگ و اینها که فوری اینا فست بود، خوراک های فوری، من دیگه فراموش کردم که خوراک بپزم. و البته اینجا رایس نوشته، چون رایس نوشته فکر کنم اونم دال باشه، فکر کنم اون نمیدونم میپزنش یا نه. در صورت دیدم یه چیز سبزه شوری هم هست که دوستان شمالی میخورن. Always running around I forgot how to stop. میگه که انقدر این ور اون ور میدوم که یادم رفته چجوری وایسم. و بالاخره
when I got WhatsApp, I forgot how to sleep. و بالاخره وقتی که این WhatsApp رو گرفتم دیگه فراموش کردم چگونه بخوابم. این رو هم درست میگه. دوستان من میگن آقا شما واتساپ نداری، شما وایبر نداری، شما لاین نداری، شما تندر نداری، شما اینو نداری، شما اون نداری. میگم بابا ولمون کنید، حالا این همه که داشتیم به کجا رسیدیم که یه چیز دیگه هم اضافه کنیم به اون. در رابطه با سندی که بهتون گفتم از آقای علی شیرازی همشهری عزیز تشکر میکنم که ویدیویی رو فرستاده بودن و سندی رو فرستاده بودن از دانش از دادگاه حسن دایی و آقای تریتا پارسی به نمایندگی از نیاک. اگر کسی مایل هست اینها رو داشته باشه یا خودتون در گوگل تایپ کنید پیدا کنید و یا اینکه ایمیل بزنید، نه دو سال دیگه سه سال دیگه بگید آقا سه سال پیش من الان با شما آشنا شدم دارم ویدیوی سه سال پیشتون نگاه میکنم، شما سه سال پیش در رابطه با چنین چیز صحبت کرد. تو یکی دو روز آینده یعنی از حالا تا جمعه من این ویدیوها رو این ایمیل‌ها رو نگاه میکنم و نگاه میدارم. اگه کسی خواست اونم با ذکر مطلب بگه چی، نه اینکه آقا شما درباره یه چیزی صحبت کردی الان من یادم نیست اون چیز بود. شما میتونی همه چیزایی که صحبت کردی برای من بفرستی؟ منم میگم آره، یه اینترنت لینک براش میفرستم مال مردم تیوی، میگم همش اینجاست برو نگاه. و اما شما هم اگه در رابطه با آقای یزدان خداوندلو و مقاله ایشون پرسشی دارید یا نظری دارید حتما با ایشون تماس بگیرید یا با من تا براتون اون مقاله رو بفرستم. به مجرد اینکه ایشون اون نسخه تصحیح شدهش رو برای من بفرسته من میذارم روی وبسایت و براش یه لینک درست میکنم و به همتون اون رو میفرستم. شما حتما کلمه تینیجر رو شنیدین که جوانها رو از سن 19 دوران بلوغ رو بهش میگن تینیجر، از سن 13 سالگی دوران بلوغ یک کلمه دیگه است ولی تینیجر که اینجا میگیم از سن 13 سالگی تا 19 ساله با 13 ببین تین آخرش هست تا آخرش 19 چون قبلش 12 بعدش هم 20 هیچ کدوم کاری به تین نداره ولی این سالها رو 13 14 15 16 17 18 19 این 7 سال رو بهشون میگن تینیجر، دورانی که یاقی هستن جوونا و فکر میکنن بیشتر از همه میدونن. و حتما شما هم اگر داشتید تو خانوادتون یا خودتون بودید میدونید ما چی میگیم. یه کلمه دیگه هست به نام سینیور یا سالمندان. حالا این دوستمون این دوتا کلمه رو با هم قاطی کرده، سینیور و تینیجر، نوشته سین ایجر. من اول فکر کردم منظوری سین گناه هست ولی دیدم نوشته نه سینیجر. حالا اگه اجازه بدید این رو هم با هم بخونیم. جالبه نوشته که I am a teenager، توی پرانتز بذارید بهتون نشون بدم اگه یه وقت تلفظ من رو متوجه نمیشید کلمه رو که ببینید شاید کمک کنه. این هم از این ببینید، همین یکی از محاسن تلویزیون اینه که به شما نشون میده، نمیخواد شما تصور کنید و برای خودتون درست کنید. I am a teenager, senior teenager. I have everything that I wanted as a teenager, only 69 years later. میگه که من همه چیزی رو که تو موقعی که جوان بودم بین 13 و 19 آرزو داشتم الان دارم، فقط 69 سال دیرتر. کسی که اینو نوشته اگه 69 رو با 13 اضاف کنید میشه 82، اگه 69 رو با 19 اضاف کنید حالا بگو 70 و اونم 20 میشه 90 میشه 88. یه جورایی به نظر من باید این عدد رو درستر کنن یا باز بذارن برای هر کسی که هر کسی با سن خودش بنویسه. میگه که I don't have to go to school or work. من نباید مدرسه برم، نباید سر کار برم، که بازم به نظر من درست نیست چون هم تینیجرها باید مدرسه برن هم خیلی ها از سینیورها سر کار میرن. این که نوشته یعنی با وجودی که باید برم ولی نمیرم، یاقی هستم هر کاری دلم خواست میکنم. I get an allowance every month. میگه من یک روزانه و ماهیانه هم دارم که همیشه دارم دریافت میکنم، درست مثل تینیجرها که روزانه دارن یا هفتگی پول میگیرن. این دوستمون هم ماهیانه میگیره. I have my own pad.
اینجا من نمیفهمم این معنی این پد چیه. I don't have a curfew. این curfew میدونید چیز شب هست که مثلا پدر مادر میگه شما دیگه باید ساعت 10 خونه باشی. کرفیو توی حکومت نظامی هم میگن، میگن مثلا طرف توی این شهر از ساعت اینقدر به اینقدر کرفیو هست، کسی نمیتونه بره بیرون. میگه که من ندارم اونو. I have a driver license and my own car. میگه من گواهینامه خودم رو دارم، ماشین خودم رو دارم. I have ID that gets me into bars and the whiskey store. میگه من برای خودم کارت شناسایی دارم که هم میتونم توی رستوران ها و بار و اینها برم، هم میتونم برم توی مشروب فروشی ها. میدونید که بیشتر تینیجرها تو آمریکا به خاطر قانون مسخره ای که گذاشتن زیر 21 سال شما نمیتونی مشروب بخوری، این بچه ها از سن 17-18 همشون یه دونه کارت شناسایی قلابی دارن که خود این جرم دولتیه. و اگر اینها به نظر من قانونگذارا یک کمی عاقلانه تر فکر میکردن، این سن مشروب خوردن و اینها رو اینجوری نمیکردن تا 21، که این بچه ها خیلی الان از تلفات تو دانشگاه و تو مدرسه و اینا به خاطر این بینج درینکینگ یا مصرف زیاد از حد مشروب هست. این هم از این. بله میگه من مثل تینیجرها هستم ولی جوش ندارم. خب بیشتر تینیجرها جوش میزنن صورتشون اینا، این اکنی یا جوش رو میگه ندارم. Also you feel much more intelligent after reading this. و اینجا نوشته که شما بعد از خوندن اینم خیلی باهوشتر و چیز میشین. Brain of older people are slow because they know so much. میگه که مغز افراد سالمند یک کمی یواشتره برای که اطلاعات و اینها زیاد داخل شه. Please do not decline mentally with age. It just takes them longer to recall facts because they have more information in their brain. Scientists believe. میگه که دانشمندا باور دارن که این پیرمردا و پیرزنها که یه مقداری آهسته صحبت میکنن، آهسته فکر میکنن، آهسته جواب میدن، برای اینه که خیلی تو مغزشون چی هست و یکم طول میکشه تا اون اینفورمیشن رو بیارن، که اینم درست نیست به نظرم. Much like a computer struggle as the hard drive gets full. میگه درست مثل یه کامپیوتری که وقتی اون ذخیرش پر میشه، هارد درایوش پر میشه و طول میکشه تا بیاد به اصطلاح اون اینفورمیشن ها رو برای شما بیاره، ما هم همون جور هستیم. در اصل این قشنگه، مقدار طولانی اگه خواستید بگید براتون بفرستم. باز در رابطه با کامپیوتر هم به نظر من اگر شما و من هم مثل کامپیوتر خودمون رو به روز کنیم، همین جوری که این اطلاعات زیاد شد، اون سی درایو یا اون هارد درایو رو بزرگتر کنیم، از اون بر اون پروسسور یا اون چیز رو فست‌تر کنیم، که همین یکیش این خوندن میشه که ما متاسفانه با خواندن و اینها غریبه و بیگانه بودیم و هستیم. و اما ساعت 3:37 است. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با کارشناس ارشد آقای حسن اجلالی هستیم از همین نزدیکی وایت هاوس، کاخ سفید، و با شما صحبت میکنن. 6:30 بعد از ظهر آقای پرویز مینویی در تلویزیون ای2 برنامه دارن. این برنامه ها رو ما ضبط میکنیم، روی یوتیوب میذاریم، هر روز پخش میکنیم تا هفته دیگه چهارشنبه که برنامه جدید ایشون باشه. و خیلی هم خوشحالیم که آقای مینویی اینجا هستن، با وجودی که اختلاف عقیده داریم و ایشون همچون مدیر بوده و تو کارهای فرهنگی بوده، خیلی با قشنگ و با آغوش باز و راحت به اصطلاح افکار گوناگون و مختلف رو قبول میکنن. شما هم میتونید در برنامه هاشون زنگ بزنید، تماس بگیرید، اگر هم نباشن براشون پیام بذارید، در برنامه آینده براتون بهتون صحبت میکنن. و باز در رابطه با نوه و اینهایی که از دوستان نوشته بود که دیدم این شعر قشنگیه، بر این مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آرامش جان ماست. ممنونم. و اما دوستی به نام آقای شهریار یغمایی که معمولا روی پست های ما کامنت میذارن، وقتی که من دیروز اولین بار
رادیو کیان ایران رو به دلیل اینکه پریروز نبودم، والا ما سعی میکنیم تلویزیون مردم کم فروشی نکنیم، چون نبودم وقتی که دیروز برنامه‌شون رو گذاشتم روی یوتیوبم گذاشتم، امروزم روی بالاترین گذاشتم، آقای شهریار یغمایی آمده و میگه که ما باید 3 ساعت بشینیم و این برنامه رو تماشا کنیم. نه عزیز من، مثل اینه که شما بری یه رستورانی، صاحب رستوران برای شما یه لیوان بیاره بذاره و ما شیرازی ها میگیم تنگ آب، یه پارچ آب، یه ظرف آب، یه بطری بزرگ، دلیل نداره که شما همه این آب رو بخوری. تا اونجایی که تشنه هستی، تا اونجایی که خوشت میاد از خوردن آب، آب رو بنوش. یا مثل این میمونه که شما 10 دلار بدی بری توی یک جایی مثلا برای ورزش کردن، دلیل نداره اون 4 ساعتی که اونجا هستی بری تو استخر انقدر شنا کنی که دیگه آخرش نتونی دست پا بزنی خفه بشی. آقا این استخر هست، اونم اونور وسایل دیگه هست، شما هستی. من نمیدونم شما چرا به جای اینکه از خودتون سوال کنید که آقای شهریار یغمایی من باید بشینم 3 ساعت اینو نگاه کنم یا نه، آقای فرهومند جالب صحبت میکنه، من نیم ساعت گوش میدم بعد میرم دنبال کارم. ولی بعضی وقتا اینجوریه، وقتی شروع میکنید گوش دادن طرف از جاهای مختلف صحبت میکنه. برنامه ایشون رو من خیلی متنوع دیدم، اصلا بورینگ و خسته کننده و یه نواخت نیست، خیلی از اخبار شروع میکنن تا چیزای محلی تا چیزای به اصطلاح یعنی همون کلمه واریته که گفتم هست. در صورت شهریار یغمایی یا قنبری، شهریار یغمایی ممنونم که کامنت میذاری، ممنونم که میای پست های ما رو میبینی، ولی یکم هم واقعا دیگه ماها خیلی پرتوقع شدیم، یا پرتوقع بودیم و پرتوقع هستیم هنوز. خب آشتی ملی گفتم بهتون در رابطه با اینکه نمیبخشیم، فراموش نمیکنیم، من تماس گرفتم با آقای فرهومند و گفتم به نظر شما چه باید کرد و ایشون هم توی این برنامه یه مقداری متأثر شدن، که باز در اول برنامه گفتم که اونایی که قلب بزرگی دارن، اونایی که هنوز احساس دارن، هنوز رحم و مروت و شفقت دارن، هستن که گریه میکنن، عشق میریزن، متأثر میشن، ولی اونایی که بی خیال 100 نفرم جلوشون کشته بشن این خیالشون نیست، میشن مثل داعش. آیا شما به مردانی مثل افراد داعش افتخار میکنید که رگ و وجدان و غیرت و قلب و اینها رو فراموش کردن، یا یک کسی که وقتی راجب یه مادری صحبت میکنه که فرزندش رو از دست داده بغض در گلوش به اصطلاح پیدا میشه و باعث میشه که نتونه صحبت کنه؟ من به نوع دومیش، به اون که هنوز احساس داره، به اون که هنوز مرام داره، شرافت داره و قلبش پر از احساس. اینم از این. و اما در رابطه با کودکان کار، ما هر روز عکسای زیادی میبینیم از ایران مخصوصا و از دنیا که بچه ها رو به کار میکشن و اسم اینها رو گذاشتن کودکان کار. حالا سوال اینجا پیش میاد، من بارها اینو گفتم الانم میگم، شما نظرتون درباره اون کسی که وضعش خیلی خوبه ولی بچهش رو از 3 سالگی میذاره پای پیانو، روزی 4 ساعت باید پیانو بزنی تا اون عقده‌ای که من داشتم بلد نبودم پیانو بنوازم شما بشی بهترین نوازنده، آیا اینم کودک کار حساب میشه یا نه؟ خانم گوگوش، خانم جمیله در زمان شاه وقتی تعریف میکنن از زندگیشون که چون پدرشون از مادرشون جدا بوده، اینها توی چه جاهایی هم؟ نه توی دفتر و اداره و آفیس، توی کاباره، اونم چه ساعاتی از شب، 12 شب نمیدونم تازه برنامهشون شروع میشده، اینا اونجا بودن، آیا اونا هم کودکان کار بودن؟ باید یه قانونی برای اونا هم باشه؟ کسی که بچهش رو 6 سالشه اینجا خیلی زیاده، آرایش میکنه، ماتیک و سرخاب و موهاش رو 100 قلم چیز میکنه که بره توی نمیدونم مسابقه دختر شایسته مثلا بین 4 سال تا 10 سال برنده بشه، اینم داره از بچهش سوء استفاده میکنه. پدر مادر مایکل جکسون دیدید که اصلا یه فاجعه ای بود توی زندگی،
کسی که بچگی همش توی استودیو و این برانور و کار و رادیو و تلویزیون اینها، بعد وقتی بزرگ شد اصلا تفاوت خوب و بد رو حالیش نبود. نظر شما چیه اگه در رابطه با کودکان کار در هر کشور مخصوصا در ایران مایل هستید صحبت کنید، مهمان برنامه من باشید 10 دقیقه ربع ساعت و با هم صحبت کنید. این هم این ماجرا. و اما ببینم دیگه اینجا براتون چی گذاشتم. و بله میگه که آقای اوباما خیلی داره تلاش میکنه که قبل از اینکه ریاست جمهوریش تموم بشه، چون یک میدونید یکی از اون قاضی القضات مال سوپریم کورت فوت شد و ایشون میخواد یه نفر رو جایگزین کنه، ولی چیزا نمیذارن، جمهوری خواها نمیذارن. میگه که نظر شما چیه در همین رابطه، هم یک پتیشن یا توماری آمده که اون رو هم میتونید امضا کنید، ولی یعنی به ریپابلیکن ها بگید که ما مثلا با پرزیدنت اوباما موافقیم. دوستان اینا لازم نیست شما آمریکایی باشید. و میدونید اوباما یک پروفسوری بوده که قانون اساسی آمریکا رو درس میداده، یعنی این خیلی بهتر از اینایی میدونه که ادعا میکنن قانونمندن و قانون گذارن ولی خیلی چیزها رو نمیدونه. این پروفسوری بوده که قانون اساسی رو درس میداده و میگه طبق قانون من حق دارم که قبل از اینکه به اصطلاح رئیس جمهوری رو ترک کنم و برم اینو تحویل رئیس جمهور بعدی بدم، قاضی دادگاه عالی رو معرفی کنم، منصوب کنم. ولی اونها میگن نه و حقیقتا یه جوری پارتی بازی شده. خب طبق معمول که هیچ چیزی هم به غیر از این از آقای بهمن بیگ انتظار نمیرفت، آقای بهمن بیگ همه چیز رو سفید سیاه میبینه و باور داره که در دوران شاه ایران گلستان بوده، همه چیز گل و بلبل بوده و حاضر نیست قبول کنه که اشتباهاتی هم بوده. مثلا این رو فرستادن، میگه آخوندها برای هر مناسبتی که یک روز تعیین شده آن را دزدیده و به نام یک امام تازی منتسب کردن. روز مرد علی، روز زن فاطمه، روز پرستار زینب، روز جوان علی اکبر، روز کودک علی اصغر، روز کارگر هنوز پیدا نشده. میگه چرا برای روز کارگر هنوز نامی پیدا نکردن؟ چون هیچ امام یا امامزاده یا آخوندی کارگری نکرده و کارگر نبوده است. خب اینم از این. حالا یه نفر اگه بیاد به این آقای بهمن بیگ بگه آقا دیکتاتور ذاتش اینه، دیکتاتور ذاتش اینه که خودشو خانوادهشو فقط میبینه، روز زن روز مادر میذاره روز فرح دیبا، روز زن میذاره روز مثلا اشرف. من نمیدونم این روزها رو داشتیم تو دوره شاه یا نه، ولی تا اونجایی که داشتیم اونم اومد همش فامیل خودش رو چیز کرد گذاشت. چرا نمیخواین قبول کنید؟ اگر شاه دانشگاه پهلوی رو نیذاشته بود دانشگاه پهلوی و گذاشته بود دانشگاه شیراز، شما فکر میکنید آخوندا جرأت داشتن یا اینقدر احمق بودن که این رو عوض کنن؟ نکنید، قبول کنید که اشتباه کرد. اینها که فرزندان خلف خودش هستن آمدن سر کار، اینها هم دارن اشتباهات اون رو ادامه میدن. حالا امیدواریم آقای یزدان خداوند لو درست بگه که این، ایشون میگه این دوران گذار ما از پادشاهی به جمهوری حقیقیه. نظر شما درباره صحبت‌های آقای یزدان خداوند لو چی هست؟ در هر موردی که مایل باشید صحبت کنید یا نظر بدید میتونید با تلویزیون مردم تماس بگیرید. وبسایت مردم تیوی هست مردم تیوی.com، فیسبوک ما هست مردم تیوی، فیسبوک شخصی خود من هم هست، ولی میتونید پیغام بفرستید، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفنی که الان دیدید کجا بود، اینجا بود 202-695-2573. 3 دقیقه پیام بذارید. میتونید با این شماره 703-957-6150 تماس بگیرید تا 10 دقیقه، ولی من
متوجه شدم وقتی ما میگیم 10 دقیقه بیشتر دوستان تکرار مکررات میکنن. دوستی سوال کرده بود که آقا قبلا رو جی ال ویز بودید، تی وی باکس بودید، آیا میتونید باز بیایید اونجا؟ نه عزیزم، چرا ما بیایم اونجا؟ اگر شما میخوای ما رو ببینی، شما یه قدم بیا جلو دیگه. اون زمانی که ما روی جی ال باکس بودیم و روی تی وی باکس بودیم که جی ال باکس میخواد ساز مثل وزارت ارشاد عمل کنه، مثل ساواک عمل کنه، یا تی وی باکس آقای مترجمی میخواد مثل دیکتاتور عمل کنه، هر روزی هر شرکتی بهش گفت آقا اگه این دستگاه رو بفروشی من بهت 50% میدم، میاد به ما میگه سیستمتون رو عوض کن، شما آمدید $1 کمک کنید؟ چرا من؟ بیا به من بگو من چرا باید عوض کنم، درد سرها رو تحمل کنم که شما ما رو تو تلویزیونت ببینی، نخوای بیای رو کامپیوتر. ضمن این که این روزا همه کامپیوترها، حتی تلویزیونای سمارت، شما میتونی اینو رو تلویزیونم ببینی. یکم یا دانشت رو ببر بالا یا دست در جیبت کن، که دوتاش هم کار مشکلیه. خب دوستان عزیز، 3:50 به وقت واشنگتن شرق آمریکاست و من همینجا برنامه رو به پایان میرسونم و 10 دقیقه دیگه با آقای حسن اجلالی خواهیم بود. در طی برنامه‌های زنده ایشون هم تلفنش باز هست، ایمیلش رو هم باز نگه می‌داره، البته بعضی وقتا گیج میشه نمیدونه تلفن کجاست، ایمیل کجاست. دیگه اون رو هم شما صبور باشید و به بزرگی خودتون ببخشید، یا گر تو بهتر میزنی بستان بزن. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدارتون جمعه ساعت 12 ظهر با برنامه از کانون آوا، بعد 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم، بعد 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد از ایران. مرسی.